بینندگان عزیز، سلام بر شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز جمعه 4 دسامبر 2015 و 13 آذر ماه 1394 رو با هم شروع میکنیم و امیدواریم که شما هم خودتون رو صاحب برنامه بدونید و شرکت کنید، تماس بگیرید، پیام بذارید. ممنونم از آقای سرهنگ عقیلی پور که لطف کرده بودن و پیام گذاشته بودن در رابطه با سوالی که من از ایشون کرده بودم درباره انفجارات یا کشتار فرانسه، و ایشون گفته بودن که چند روزی کامپیوترشون اشکال داشته و دست به دامن حضرت عباس شدند و بالاخره حضرت عباس با بی‌دستی خودش کامپیوتر ایشون رو درست کرده و قول دادن که تماس خواهند گرفت و پیامی به اصطلاح میذارن که در این مورد باش. و ما صحبت از کشتار، متاسفانه روز چهارشنبه هنگامی که ما برنامه داشتیم اینجا در کالیفرنیا، باز چند دو نفر، یک زن شوهر، از این تندروها، این بنیادگرا یا فناتیک در همه دین و مذهبی هستن، ولی متاسفانه الان بیشتر اینهایی که طرفدار اسلام هستند خودشون رو اینجوری، اینها میگن رادیکال، یعنی خیلی تندرو میشن. و مثلا همین این آقای جوونی که هم خودش جوون هم خانمش جوون، بچه 6 ماهه خودشون رو گذاشتن پلو مادر این خانم اگه اشتباه نکنم، بعد رفتن این کشت و کشتار رو انجام دادن که 14 نفر کشته و تعداد زیادی هم مجروح شدن. البته از این طرف هم ببخشید، این آقای آریان پور اسمش رو اینجا از دفعه قبل هنوز هست، من از شما عذر میخوام، فکر کنم الان درست شد. بله، December 4. بله، خب دیگه دست تنها هستیم، گفتم بهتون، امیدوارم که یکی از این دوستان جوان برای تابستون دیگه یا بهار، بزرگ نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد یا خربوزه و خیار میاد. خب اجازه بدید که بهتون بگم امروز ساعت 4 بعد از ظهر فیلمی یا ویدیویی از آقای حسن ارشاد براتون پخش میکنم که ایشون از ایران این ویدیوها رو درست میکنن و ارسال میکنن. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و هر نظری که دارید خیلی خوشحال میشم، حتی اگه مخالف من باشه بیاین اینجا عنوان کنید تا دوستانی که برنامه رو میبینن انتخاب بیشتری داشته باشن. و اما بریم سراغ برنامه امروز. اولینش از نایاک هست، National Iranian American Council یا کانسل، شورای ملی ایرانیان آمریکایی یا آمریکاییای ایرانی تبار، هر جوری که دلتون میخواد میتونید بگید، ولی بهترش همینه که آدم با انگلیسیش یاد بگیره و از این طرف خودش رو از این بابت راحت کنه. میبینید که اینها دارن حاضر میشن که به اصطلاح در کالیفرنیا برنامه‌ای داشته باشن، خیلی ردیف و مرتب و منسجم، و نوشته Thank you to all who made NIAC California fundraising a success. بله، انجام شده، ببخشید، میگه که تشکر میکنیم، قشنگ به موقع آگهی میفرسته که بیاین به اصطلاح fundraising یعنی حمایت کنید، و بعد وقتی که کار انجام میشه تشکر میکنه از اونهایی که آمدن شرکت کردن. و تا اینجا خیلی کاراشون آمریکایی هست، یعنی سیستم آمریکا رو یاد گرفتن و همین سیستم رو دارن اینجا انجام میدن، و من از این بابت خیلی خوشحالم، چون دوستان دیگه، افرادی مثل آقای هومر آبرامیان و اون دوستان درود ورود، میبینیم که اینها تنها کاری که کردن آمدن یک اختلاف دیگه‌ای بین ایرانی‌ها انداختن که ای بابا این میگه درود، اون یکی میگه سلام، این نمیدونم لباسش اینجوریه، اون کراوات نزد. و به نظر میاد که ما چند مشکل داشتیم که اینها اینقدر مشکلات جدیدتری اضافه کردن، ولی نیاک خیلی مرتب داره کاراشو انجام میده و به زودی اگر بتونم آقای تریتا پارسی رو
پیدا کنم گیرش بندازم ایشون، یا همش مسافرته، یا خب 3 تام بچه داره ماشاءالله، خانواده بزرگی داره و باید به اونها هم برسه. در صورت این هم از ماجرای نیک. شما هم اگر جایی برنامه دارید و مایل هستید که آگهی بدید مردم باهاش ازش باخبر بشن، میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید و هزاران هزار نفر بیننده و شنونده و خواننده و عضو فیسبوک داریم. و اما چون جمعه است، بریم عکس‌های با مزه‌ای از بچه‌داری پدر و مادرها ببینیم و برای تمام پدر مادرها آرزوی سلامتی کنیم که اینها سالم باشن تا بتونن از بچه هاشون نگهداری کنن، و همینطور برای بچه ها هم سلامتی آرزو کنیم. چون وقتی یه بچه مریض میشه، یه اشکالی پیش میاد، تصادفی براش پیش میاد، واقعا پدر و مادرها خیلی رنج میبرن. دیشب یه برنامه رو نگاه میکردم، دختر خانم جوانی چشم راستش داشت نابینا میشد و بهش گفته بودن تنها راهی که ممکنه درست بشه این هست که چشمت رو به اصطلاح جراحی کنیم و قرنیه چشم، یا مال یه نفر دیگه، معمولا افرادی که مردن این کارو میکنن میذارن براشون، و مادرش میگفت که حاضر چشم اون رو به اصطلاح بردارن و حتی دوتاش رو، که یه چشم اینه دیگه، عشق مادر و پدر. با یکی از دوستان بسیار نزدیک صحبت میکردم از طریق فیسبوک و ایشون گفت که دخترش تصادف کرده و یه مقدتی از فیسبوک دور هست. برای دختر ایشون آرزوی بهبودی سریع کردم و گفتم که من میدونم همینجوری که الان پای دختر شما به اصطلاح زخمی شده و حتی ممکنه شکسته باشه بخوان گچ بگیرن، مدت‌ها پیش دختر ما هم ماشاءالله از بس ورزش میکرد و همه جا بود و اینها، البته اون بار بدونی که ورزش چیزی باشه پاش شکسته بود، و هم من و هم همسرم میدیدیم که به اصطلاح فکر کنم دردی که ما میکشیدیم بیشتر از اونها بود، چون اونها هم جوانن، هم مقاومن و هم بیخیال، ولی ما پدر و مادرها واقعا درد میکشیم که بچه هامون درد نکشن. پس امیدواریم که هم پدر مادرها سالم باشن، هم بچه هاشون سالم و مثل این بنده خداها اینجور خسته نشن، و اون کوچولو هم چجور داره میخنده. خب اینجا میبینید که وقتی که باباها رو شما میذارید که از بچه ها نگهداری کنن، بابای بعد یه مدت خسته میشه، بچه رو به حال خودش میذاره و میره سراغ کامپیوتر، و این هم کامپیوتر و لپتاپ و بچه داری که یه دستش به کامپیوتر و نگاهش به اون، یه دستش اینجا به شیر دادن، و این بنده خدا دوقلو داره، این پایین الان میاد دوقلو داره، یکشو گذاشته سمت چپ، یکشو گذاشته سمت راست، و وسط هم لپتاپ یا کامپیوترش رو گذاشته. حالا چی نگاه میکنه دیگه اون بماند. این آقا ماشاءالله مثل من توپل و چاقه، از شکمش به عنوان گهواره و ننو یا ننی، شیرازی ها میگن ننی، استفاده کرده و بچه هم اونجا راحت، خودش هم نشسته با کامپیوتر کار میکنه. حالا ببینیم که این خانم چه کار میکنه. بله این خانم خودش راحت کرده، شیر رو داده دست بچه. بله سینش رو گذاشته اینجا، بچه وایساده شیر میخوره و خودش وایساده داره کار کامپیوتر انجام میده. امیدوارم که کار کامپیوترش فقط به عنوان تفریح و سرگرمی نباشه، چون میدونیم خیلی ها از لحاظ مادی و مالی مجبور هستن که کار کنن. اینم دستای بچه رو قشنگ بسته اینجا، من یاد پیرمردها هم میندازه، معروفه میگن هرچی سن میره بالا این کمربند ما از روی شکم و اینها میره بالا و میره تقریبا به طرف گلو و گردن. این آقا هم که عاشق گیم بازی کردن هست، با چونش شیر رو گرفته داره میده به بچه، ولی با دستاش داره گیم بازی میکنه. من دوستی داشتم، همکاری داشتم که صبح که میومد سر کار میگفت این دستام خیلی درد میکنه، میگفتیم حتما وقتی خوابیدی روی دستت، مثلا اینجور میگن نه بابا شب تا صبح بیدارم دارم با این جویستیک بازی میکنم و کار خطرناکیه و عادت. این آقا هم کامپیوتر رو بسته به صندلی و بچه ها رو گذاشته که کامپیوتر تماشا کنن. میدونید که در آمریکا حتی یک کانالی هست بهش میگن داگ
تیوی برای سگها فیلم میذاره که مردم به اصطلاح وقتی میرن سر کار سگها حوصله‌شون سر نره. این آقا هم میبینید که بچهشو کرده توی کشوه، اینجا میگن درایر، توی کشوه این میزش و داره با کامپیوتر کار میکنه و این یکی خیلی جالبه. شاید هم تعجب میکنه از بچه داری ما پدر و مادرها، مخصوصا پدرها از این لحاظ خیلی سابقه بدی دارن. و این هم آقا فکر کنم آقا، معمولا خانم‌ها این کارو نمیکنن، آقا یک فکری کرده میله گذاشته اونجا و شیر رو وصل کرده به اون میله، پایین هم یک قوطی دارو گذاشته که بچه داخل اون جیش کنه. بله خب این هم باز یه نوع دیگرش. اینها رو ما نشون نمیدیم که شما ازش درس بگیرید برید این کار رو انجام بدید. میگه که ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. ما اینها رو بهتون نشون میدیم که این پدر بودن و مادر بودن اینجوری فایده نداره، شما پدر و مادرهای خوب و به اصطلاح دوست داشتنی باشید تا هیچ وقت از خودتون خجالت نکشید. این یکی دیگه واقعا خیلی ظلم کرده، آمده پاهای بچه رو، اون قسمت زیادیش رو بسته به پای چیز، که اینجا فکر کنم اگر مثلا ادارهایی که مسئول بچه ها هستن اینا همچین چیزهایی رو ببینن، بعضی وقتها بچه ها رو از پدر مادرشون میگیرن. دوستان خیلی مواظب باشید. و خب این آقا نشسته با بچهش بازی میکنه که خب کار خوبیه، خودش داره آبجو میخوره، پسرش داره آب سیبی چیزی میخوره و دارن تخته بازی میکنن. و جالبه بعضی وقتها با این اوضاع و احوال میشه بچه ها رو مشغول کرد. و این یکی هم یادم میاد سالها پیش من یه روز میخواستم ظرفشویی روشن کنم، به جای مایه ظرفشویی مایه معمولی ظرف شستن معمولی رو ریختم و منزل ما شده بود مثل این وان حمام که خیلی هم خنده‌دار بود و هنوز تا هنوز دختر من به خاطر اون من رو مسخره میکنه. این هم دوستی حیوانات با بچه ها، مخصوصا گربه ها و سگ ها. این گربه رو ببینید که وسط این دوتا چقدر قشنگ خابیده. باز هم اینجا بله پدر و فرزند خابیدن و گربه هم روی مبل و تخت خابیده. و این هم پایین تر یک سگ خیلی بزرگ که چجوری واقعا صمیمانه این بچه رو در داخل بدن خودش نگه داشته. سگ ها خیلی مهربون هستند. این هم پدری که از بس بچه داری کرده دیگه خسته شده و قش کرده، بچه اون ور خوابیده، این هم با صورت خوابیده روی موکت و عکس‌ها زیادن. این هم یه پدر دیگه‌ای که در پارک حالا بود بچه گریه میکرده آوردهش پارک، حالا هم که بچه ساکت شده این هم فرصتی پیدا کرده که بخوابه. جالب اینه که همین کالسکه و همین مدل این مادرم اینجا خوابیده، البته چرخاش سفیده، اون چرخ بالا چرخاش سیاست، این چرخش سفیده. این کالسکه ها خیلی کالسکه های راحتی هستن. من وقتی در آلمان بودم دخترم کوچولو بود و یکی از این کالسکه ها رو داشتیم اونجا، ازش به عنوان گاری بردن وسایل خرید و اینها هم استفاده میکردیم. این آقا هم که قشنگ رفته پهلو بچهش توی این ننو یا توی این گهواره کوچولو و میبینید که چه راحت اون خوابیده و پسرش یا دخترش، احتمالا دختر، اینجا وقتی رنگ صورتی زیاد باشه دختره، وقتی رنگ آبی زیاد باشه پسر. خب عکس ها خیلی زیادن. اینم این آقا هم باز تقریبا همون کار کرده، ولی چون جمعه هست بذارید یه مقداری از این دنیای دیوانه 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 بریم بیرون و بیشتر با این عکس ها که ذات انسان رو نشون میده، دوستی و محبت رو نشون میده، برنامه‌مون رو به اصطلاح ادامه بدیم. خب باز هم ممنون از شما. اگر شما هم صحبتی دارید، سوالی دارید، میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر نه میتونید تماس بگیرید، پیام بذارید، پیامتون رو پخش میکنیم و الی آخر. امروز خیلی زیاد نوشته و پیام و اینها دارم، شاید یه مقداری برنامه اون از 2 ساعت هم بیشتر بره. یه دوستی یک عکسی رو فرستاده که یه تفنگ پرچم داعش
بهش آویزون شده و پرچم ترکیه. میدونید که ترکیه این روزا خیلی زیر ذره بین هست و حتی آقای پوتین صحبت هایی کرده که اتفاقا آقای اجلالی توی برنامه دوشنبهش این ویدیو رو نشون خواهد داد که پوتین به دولت ترکیه هشدار داده که این کارهایی که دارید میکنید بازی کردن با آتش هست. آقای اردوغان هم گفته که اگر اون چیزی که پوتین میگه درست باشه و فرزندان ایشون یا افرادی در ترکیه در رابطه با فروش نفت این داعش کمک کنن ایشون استعفا میده، ولی دروغ میگه و دروغ گفتن کاریه که سیاستمدارها این روزا انجام میدن. یکی از دوستان برای من نوشته ای رو فرستاده، نوشته که سلام آقای سربی گرامی، بازم یه وصیت، من نمیدونم به وصیت یا یه وصیت، چون وقتی اینجوری می‌نویسید یک کمی نقطه ها کوچولو میشه ما نمیبینیم. نوشتید که یک بازم به وصیت سیاسی شاه که شما خوندید گوش کردم. آهان، یه وصیت نه، به وصیت سیاسی شاه که شما خوندید گوش کردم. بگمونم این انشای افتضاح نوشته شاه نیست، خیلی زایه بود. میدونم که شما فنی هستید و از انشا فراری، فراری واژه‌ای شوخی با شماست، اما من دوستدار انشا و نوشتن هستم و به نظرم این انشای شاه یه سرزمین، شاه یک سرزمین بزرگ پر از شاعر و نویسنده و کتاب نویس نمیتونه باشه. خیلی افتضاح و زشت بود نگارش شده است. راستی سلام به آقای آریانپور گرامی خوشبیان، تندرست و خوش باشند و هر هفته در تلویزیون مردم. مرسی از شما آقای سربی. من این رو برای آقای آریانپور فرستادم چون خود منم اون روز وقتی این رو میخوندم، و اگر ندیدید دوستان حتما برنامه چهارشنبه رو برید ببینید. دوستان تو رو خدا یک کمی راجع به این برنامه ها و اینها یاد بگیرید، مثلا توی صفحه اصلی وبسایت مردم اونجایی که اون بالا نوشته آرشیو برید کلیک کنید، توی صفحه مردم تیوی به اصطلاح توی صفحه یوتیوب اسم سربی رو بزنید، سربی با مردم رو هی برای من ننویسید نتونستم ویدیو رو پیدا کنم، من براتون به سادگی لینکش رو بفرستم. هرچی بیشتر با مغزتون کار کنید، درست برعکس اون چیزی که آخوندها میگن، شطرنج بازی نکنید، ورق بازی نکنید، جدول حل نکنید، تخته بازی نکنید، هرچی بیشتر این کارا رو با مغزتون انجام بدید جوانتر میمونید و میدونید که یکی از بزرگترین مرضها این مرض فراموشیه و اگر زودتر به فراموشی برسونیم هم رنج بزرگی برای خودمون هست. حقیقتش وقتی خودمون به فراموشی برسیم خودمون دیگه خیلی رنج نمیبریم، اطرافیان ما خیلی رنج میبرن. اون فیلم چی بود؟ جدایی شیرین و فرهاد بود، چی بود؟ اونو حتما ببینید، اگر ندیدید ببینید که پدره وقتی که آلزایمر یا فراموشی بهش دست داد چجوری کانون یه خانوادهی به اصطلاح از هم پاشیده شد. در از صورت آقای آریانپور لطف کردن پاسخ دادن و توی اون برنامه هم آقای آریانپور به من گفت که این نوشته ها رو شاه به دلیل اینکه فکر میکرد خیلی میدونه نه به کسی میداد که بنویسن براش. اینجا رسمه، اینجا اصلا طرف شغلش اینه، میگه که مقاله نویسه یا متن نویسه آقای رئیس جمهور بوده، متن نویس کاخ سفید بوده و الی آخر. بعد آقای آریانپور توضیح دادن، گفتن که این رو شاه همین جوری گفته و هی که گفته اضافه کرده. من بارها گفتم شما وقتی بنویسید بر میگردید میخونید میبینید دو بار یه چیزی رو گفتید، یه بارش رو خط میزنید، یه چیزی رو غلط گفتید، دو تا فعل گذاشتید توی جمله، دو تا مفعول گذاشتید، فاعل و فعل نذاشتید، اینا رو تصحیح میکنید. حالا ایشون آقای آریانپور لطف کردن پاسخ دادن، نوشتن هموطن گرامی من و شما، به من پاسخ دادن، عصر را فراموش کرده و به فرع ماجرا پرداخته. این نوشته در صفحه 289 جلد سوم یادداشت‌های علم در روز پنجشنبه یکم آذر 1352 درج شده است. این کتاب در آمریکا به وسیله خانواده علم به چاپ رسیده و جمهوری اسلامی برای تحریف آن دخالتی نداشته است. ضمناً شاه هیچ وقت از روی نوشته چیزی ارائه نمی‌کرد، بلکه شفاهاً صحبت می‌کرد. آفرین.
اگه یادتون باشه نوشته ای رو که دادن به دستش که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، دیدید که چقدر بد خوند، برای که شاه فلبداهه میگفته و عادت نداشته که نوشته ای رو بیارن بهش بدن. و اونجا بعدن معلوم شد که این نوشته توسط افرادی مثل آقای حسین نصر و دیگران نوشته شده بود. بله، در صورت میگن که ضمناً شاه هیچ وقت از روی نوشته چیزی ارائه نمیکرد، بلکه شفاهن صحبت میکرد، البته به جز یک مورد استثنایی که مربوط میشد به صدای انقلاب شما رو شنیدم که بعد شاه در کتابش به آن نوشته اعتراض نمود. در آن روز هم صحبت‌های شاه که در روی نواری ضبط شده بود آقای علم در یادداشت‌های روزانه‌اش درج کرده است. ضمناً در آن جلسه دریادار رمزی عطایی و دریادار کمال حبیب اللهی فرمانده ناوگان شاهنشاهی که خوشبختانه هر دو زنده هستند حضور داشتند و هر دوی آنها در روز بعد برای امرای نیروی دریایی خلاصه ای از اظهارات شاه را بیان کردند. ضمناً بخشی از آن وصیت‌نامه در پیک دریا مجله فصلی نیروی دریایی سه ماهه پایانی سال 1352 درج شده است. آیا این هموطن می توانند حتی یک صفحه از دست نوشته شاه را ارائه کنند که دیگران بتوانند آن را از لحاظ نوشتاری مورد مقایسه قرار دهند؟ این کتاب در حدود 15 سال قبل چاپ شده است و تا این زمان هیچ یک از افراد خانواده پهلوی و کسانی که در این کتاب نامشان ذکر شده است اعتراضی در مورد مطالب ذکر شده در این کتاب ها نکرده اند. امیر هوشنگ آریانپور که ایشون یه چیزی نوشتن که اجازه بده من اون رو نخونم. و اما امروز دوستمون آقای داریوش احمدی که من قبلا یکی دو بارم با ایشون مصاحبه کردم، یک متنی رو فرستاده بودن که اگر امکان داره این رو بخونید. ایشون دارای یه سایتی هستن به نام سایت همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران. این سایت رو هم من بهتون نشون میدم، با هم یه قسمتی کوتاهی از این متن رو میخونیم و بعد شما اگه مایل بودید برید تمام این رو از وبسایت خود ایشون بخونید و داشته باشید. وبسایتشون هم خیلی ساده است، همبستگی خط فاصله ایران نقطه اورگ، اورگ او آر جی. همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران درباره انتخابات مجلس دهم پنجشنبه 3 دسامبر 2015. یعنی ایشون دیروز نوشتن، لطف کردن دیشب یا امروز صبح زود برای من فرستادن و به منم گفتن اگر امکان داره در صفحه فیسبوک بذاریم. در صفحه فیسبوک تلویزیون مردم هم هست. شما هم اگر مطلبی دارید که میخواین در صفحه فیسبوک بذارید با یه هزینه خیلی کمی میتونید این کار رو انجام بدید و به نظر من خیلی هم فعال و کارکنه. بعدن میریم روی فیسبوک بهتون نشون میدم که یه چیزایی رو که ما میذاریم مثلا در عرض کمتر از یه ساعت چند نفر رفتن دیدن خوندن و این خیلی بهتره تا شما با ایمیل بفرستید. ضمناً با ایمیل بفرستید، رو فیسبوک خودتون بذارید، از ایمیل ما هم استفاده کنید، از فیسبوک ما هم استفاده کنید، از تلویزیون مردم هم استفاده کنید. خودتون رو محدود نکنید فقط به اون چیزایی که خودتون دارید. ایشون نوشتن که ما کشوری آسیب دیده اجتماعی هستیم که در طی 3 دهه گذشته کماکان در مرحله توسعه نیافتگی باقی مانده ایم. فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و زیست بوم خود را از دست داده ایم و به طور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما صدها هزار تن کشته در جنگی تحمیلی و دهها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم. در فساد اداری و شمار اعدام ها و اعتیاد و بیسوادی و بیکاری به رتبه های اول جهان رسیده ایم، ولی در عوض 2000-3000 تن سران حاکمیت را ابر ثروتمند کرده ایم. ما همه خواهان یک حکومت دموکرات بدون وابستگی به باورهای ایرانی مردم هستیم. نه عزیزم، همه نیستن آقای احمدی،
همه نیست، جمع این همه کلمه جمع مطلق هم هست، این کار این به کار نبرید. شما همون 2-3 هزار نفر اونها نیستن و قدرت هم دست اونهاست، اونها هم اسلحه دادن دست چندین هزار نفر، پس همه نیستن. یه فکری به حال اون قسمتی که نیستن بکنید. بله، ما همه خواهان یک حکومت دموکرات بدون وابستگی به باورهای ایمانی مردم هستیم که آزادی‌های مدنی و حقوق بشری همه باشندگان را تضمین کند و شرایط را برای بازسازی خرابی‌ها و پیشرفت و رفاه ملت و سربلندی ملی فراهم آورد. ببخشید من همین دو تا پاراگراف رو میخونم، دلیلش هم بارها گفتم، یه بار دیگه میگم. میبینید که وقتی من یه متنی رو میخونم که یه کسی دیگه نوشته، توپق میزنم، کلمات رو اشتباه میخونم، کجا دو تا کلمه پیوسته باشه، کجا دو تا کلمه فاصله داشته باشه، اینها رو نمیتونم رعایت کنم. اگر این دوستان نوشته ها رو که مینویسن، وقتی که میذارن، بعد اینها رو به صورت آدیو، به صورت ویدیو در بیارید، برای خانواده خودتون، برای نوه خودتون، برای نسل‌های آینده، اینها رو به صورت دیجیتال دیجیتال آرکایو نگه دارید. اینها میشه یک گنجینه‌ای. والا فکر کنم اگر به بچه هاتون پول بذارید برای ثروت، بالاخره یا خرابش میکنن یا مصرفش میکنن میره، ولی این چیزها رو میشینن گوش میدن، با فرزندان خودشون در میون میذارن. در هر صورت اگر این دوستان این چیزی رو که من میگم اونها هم انجام بدن و بیان به اصطلاح چیز کنن، اینها رو به صورت آدیو در بیارن، حسن دیگرش اینه که من در تلویزیون مردم، دیگران در رادیوها، در تلویزیونهای دیگه میتونیم این رو با صدای خود شما که اینها رو نوشتید، با اون بیان خوبی که پشت اون نوشته هست، صحیح تحویل مردم بدیم. در صورت روی فیسبوک هست، با ایشون هم تماس بگیرید، توی وبسایتشون ایمیلشون هست، خیلی هم چیز. راجع به وبسایت دوستان، میدونید که ما یک پورتال نیوز یا یک پورتال نیوز یا یک صفحه خبری رو به نام مردم ریپورت سالها داریم و اگر کسی میخواد که یک پورتال، یک صفحه خبری داشته باشه، میتونه این مردم ریپورت رو به اصطلاح از ما بگیره. ما مبلغ زیادی هم نمیخوایم، همون مبلغی که خرج کردیم که این رو نگهداری کردیم، اون رو از شما میگیریم و این رو کاملا به شما منتقل میکنیم که شما مسئولش باشید 100%. در صورت این هم از این ماجرا و بریم سراغ برنامه امروز که همونجوری که گفتم پیام داریم، چیزهای دیگه‌ای داریم که میرسیم یکی یکی با هم اونها رو دنبال میکنیم. خب، و اما پوتین گفته که حاکمان ترکیه عقل خود را از دست دادند. یه ویدیوی بسیار جالبی هست، چون اینو دوشنبه در برنامه آقای اجلالی، یعنی ایشون برای من فرستاد که اینو لطف کنید نگه دارید توی سیستم، دیگه من امروز نشون نمیدم که به اصطلاح خیلی تکراری نباشه. و اما بریم سراغ خاطره زیبا از یک پزشک متخصص اطفال. من دکتر سین سات متخصص اطفال هستم. من نمیدونم اینایی که مینویسن بعضی هاشون قایم میشن دیگه، دکتره چرا قشنگ نمینویسه اسمش کیه، من کی هستم؟ این چه مرض خودسانسوری به ما ایرانی ها دست داده که از خودمونم میترسیم. آقا طرف فیلم سکسی داره، نوشته سکسی داره، مجله سکسی داره، با افتخار عکسشو که میبینی اسمش هم میگه. چی چیزی ما ایرانی ها رو اینجوری چیز کرده؟ پدرمون میخواد صدای مادرمون بزنه، اسمش رو نمیگه، از اونجا میگه خانم خانم، که همه خانمایی تو مجلس نگاه کن. اینجا طرف روزی که میره استخدام میشه تو مکدونالد، وقتی که بهش گفتن شما بله بیا ساعت 8 دلار بگیر، اولین چی؟ یونیفرم بهش میدن، یونیفرم که هم شکل دیگران باشه، یه دونه بهش میگن نیم تگ، یه دونه اسم براش درست میکنن میذارن اینجاش، که مثل ارتش که به اون گفتن برید چاپ کنید، اون دوست ما آقای ناصر کوکبی رو هم نوشت ناصر کوکبی، چون فرماندهمون گفته بود دو تا چاپ کنید، این بیچاره دو تا نوشته بود ناصر کوکبی، بعد بهش فوش میداد فرمانده.
میگه حالا تو نمیدونم مثلا درس خونده مملکت ما هستی، بابا شما اشتباه گفتید، گفتید دو بار، اونم رفته به چاپخونه گفته دو بار. خاطره زیبا از یک پزشک متخصص اطفال که خجالت میکشه اسم خودش رو بگه. سالها قبل چکی از بانک نقد کردم و بیرون آمدم. کنار بانک دست فروشی بساط باتری، ساعت، فیلم و اجناس دیگری پهن کرده بود. دیدم مقداری هم سکه دوریالی در بساطش ریخته است. آن زمان تلفن‌های عمومی با سکه‌های دوریالی کار می‌کردند. جلو رفتم، یک تومان به او دادم و گفتم خرد کن و دوریالی بده. او با خوشرویی پولم را با دو سکه به من پس داد و گفت اینها صلواتی است. گفتم یعنی چی؟ گفت برای سلامتی خودت صلوات بفرست، و سپس به نوشته روز روی میزش اشاره کرد، دوریالی صلواتی موجود است. باورم نشد، ولی چند نفر دیگر هم مراجعه کردند و به آنها هم گفتم، مگر به آنها هم همین مثلا دوریالی ها را داده، دوزاریا. گفتم مگر چقدر درآمد داری که این همه دوریالی مجانی میدهی؟ آقای دکتر باید بنویسی پرسیدم مگر چقدر درآمد داری که این همه دوریالی مجانی میدهی؟ با کمال سادگی گفت 200 تومان، که 50 تومان آن را در راه خدا و برای این کار و برای اینکه کار مردم راه بیفتد دوریالی میگیرم و صلواتی میدهم. مثل اینکه سیم برق به بدنم وصل کردن. بعد از یک عمر که برای پول دویدم و هرس زدم، دیدم این دست فروش از من خوشبخت‌تر است که یک چهارم از مالش را برای خدا می‌دهد، در صورتی که من تا کنون به جرأت می‌توانم بگویم یک قدم به راه خدا نرفتم و یک مریض مجانی نیز نپذیرفتم. احساساتی شدم و دست کردم 10 تومان به طرف او گرفتم. ببخش. ببینید اگه شما بخونید دیگه من اینجوری سرفم نمیگیره. آن جوان 10 تومان داده به جوان. آن جوان با لبخندی مملو از صفا گفت برای خدا دادم که شما را خوشحال کنم. این بار یک اسکناس 100 تومانی به طرفش گرفتم و او باز همان حرفش را تکرار کرد. من که خیلی مغرور تشریف دارم، مثل یخی در گرمای تابستان آب شدم. به او گفتم چه کاری میتوانم بکنم؟ گفت خیلی کارها آقا، شغل شما چیست؟ گفتم پزشکم. گفت آقای دکتر، شبای جمعه در مطب رو باز کن و مریضها را صلواتی بپذی، نمیدانی چقدر ثواب دارد. صورتش را بوسیدم و در حالی که گریان شده بودم خودم را درون اتومبیلم انداختم و به منزل رفتم. دگرگون شده بودم. ما کجا، اینها کجا؟ از آن روز دادم تابلوی در اتاق انتظار مطبم نوشتن با این مضمون: شبهای جمعه مریض صلواتی میپذیری. دوستان و آشنایان طعنه هم زدن، اما گفته های آن دست فروش در گوشم همیشه تنین انداز بود و این بیت سعدی گفت باور نمی کردم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و ما خاموش. راستی یک سؤال دوستان، شغل شما چیه؟ برای بخشنده بودن پول مهم نیست، باید ببینیم چی داریم. گاهی با بخشید. آقای دکتر مرتضی آقا محمدی، یادت بهت گفتم هی نگو دولت من رو اینجوری کرده بی پول شدم. لازم نیست دکتر باشی پولدار باشی. برو آقا بیون تو خیابون، برو گاری هل بده دم فروشگاه‌ها، پول در بیار، در راه هدفت خرج کن. برای بخشنده بودن مهم نیست، باید ببینیم چی داریم. گاهی با بخشیدن یک لبخند کوچک میتوانیم بزرگترین بخشش رو داشته باشیم. شخصی تعریف میکرد، توی رستوران نشسته بودم که دفعه یه مردی با تلفن صحبت میکرد، فریاد کشید و خیلی خوشحال، و بعد از تمام شدن تلفن رو به گارسون کرد: همه که در رستورانن مهمان من هستید، به باقالی پلو ماهیچه. من این داستان رو میدونم، هر وقتم میخونم یه مقداری
متأثر میشم. بعد از 18 سال دارم بابا میشم. چند روز بعد تو صف سینما همون مرد را دیدم که دست بچه 3 یا 4 ساله ای را گرفته بود که به او بابا میگفت. پیش مرد رفتم و علت کار اون روزش را پرسیدم. مرد با شرمندگی زیاد گفت آن روز در میز بغل دست من پیرمردی با همسرش نشسته بود. پیرزن با دیدن منیوی غذاها گفت کاش میشد امروز باقالی پلو با ماهیچه میخوردیم. شوهرش با شرمندگی ازش عذرخواهی کرد و خواست به خاطر پول کمشان فقط سوپ بخورم. من هم با آن تلفن ساختگی خواستم که همه مهمان ما باشن تا اون پیرمرد بتونه بدون شرمندگی غذای دلخواه همسرش رو فراهم کنه. خدا را فقط با نماز خوندن و دلار راست شدن و امتداد وزاوین نمیتوان شناخت. نصیحت پدرم خیلی سال تو ذهنم مونده. میگفت اگر مهمان خونه ای بودین و صاحب خونه برایتون چای آورد رد نکنین، شاید این تنها چیزیه که برای پذیرایی از مهمونش داره و اگر نخورین نمیدونه باید چه کار کنه. حواسمون به دستهای خالی دیگران باشه. عجب دنیاییست. در کله پزیها هم زبان از مغز گرانتر است، درست مثل جامعه که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترن. من و دنیا همدیگر را رنگ میکنیم. من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید. من روزهای او را، او موهای من را. احمد شاملو. باز هم راستی از شما بپرسم شغل شما چی هست؟ و اما بله، این آقای داریوش احمدی هم از شما دوستان خواسته که اگر امکان داره، خواهش مندم در صورت امکان بیانیه در زیر را منتشر فرمایید و به دوستان هم ارسال کنید. خب بریم سراغ نوشته بعدی که الان چون داریم به سال 2016 نزدیک میشیم، راستی این آخرین ماه امساله. اگه شما فقط عادت دارید در ماهای آخر سال بدید، حمایت کنید، کمک کنید تلویزیون مردم را، چون اینجا رسمه در ایام کریسمس و تعطیلات مردم کلن یک حال و هوای بخشش رو دیگران رو کمک کردن داره. من بارها گفتم نه از لحاظ بدنی نه از لحاظ مالی احتیاج به کمک کسی دارم، ولی در این راهی که قدم گذاشتم وقتی یه نفر کمک میکنه خیلی خوشحال میشم. دیروز برای دوستانی که کمک کرده بودن تا اون بچه محصل در یزد، اون که فلج بود و اون معلم نیکوکار، بتونه یه دستشویی به اصطلاح فرنگی داشته باشه، وقتی این ایمیل ها رو برای اون دوستا فرستادم با اون عکس ها که به شما هم نشون میدم، برای یکی از دوستان که همیشه هر وقت ما کمک خواستیم کمک کرده، اون رو هم فرستادم اشتباهی. و این دوستمون بعدن پرسید این ماجرا چیه و اینها. گفتم آره یه همچین چیزی بوده، ما یه فیلمی نشون دادیم، یه بانوی عزیزی رفته اون رو پیگیری کرده، خودش کمک کرده، بعدم از ما خواست، دیگران کمک کردن و بعدم یه نفر توی ایران کمک کرد، این مبلغ رو اونجا فرستاد و اون دوستمون حالا که کارش تموم شده برای اون عکس فرستاده به عنوان تشکر و از آدمای خیری که این کار رو انجام دادن تشکر کنه. من هم برای این دوستان فرستادم، تصادفاً برای شما هم آمده. و ایشون میگفت که ای کاش من فهمیده بودم، حتی اگه شده، چون با وجودی که الان وضعش خیلی خرابه، دادگاه مادگاه دعوا با شریک ها و اینها داره، گفت که ای کاش منم میتونستم حتی 5 دلار 10 دلار کمک کنم. در صورت این باعث میشه که ما وقتی که یک چیزی رو میگیم و میخوام که شما حمایت کنید، این رو بیشتر توی برنامه‌های دیگه ای بگیم. این آقای برنی سندرز هم کمک میخواد، میگه بیاین، ما پول نداریم ولی آدم داریم و بیاین به اصطلاح با کمک هاتون کاری کنید که ایشون بشه رئیس جمهور. دلم میخواد که ایشون رئیس جمهور بشه و ما هم زنده باشیم و ببینیم که آقای ایشون هم مثل آقای اوباما به قولاش وفا میکنه یا وقتی میرن توی کاخ سفید مردم رو فراموش میکنن. میدونید که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه الان خیلی در خبرها است و ایشون نوشته که اینجا نوشتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران به سر میبرد، دارای 2 هواپیما با امکانات امنیتی ویژه و فضای داخلی لوکس است. خب
اگر آقای ولادیمیر پوتین این هواپیماش نباشه، انتظار دارید هواپیمای من و شما این باشه؟ من و شمایی که وقتی سوار هواپیما میشیم، درست من یاد این ماهی های تون، نه اون چی میگفتیم، کنسروا که میذاشتن بغل هم، خیلی ریز بودن، یاد اون میفتم که ما مردم رو چگونه بغل هم میچینن و خیلی مشکله. من واقعا ترجیح میدم 10 ساعت 8 ساعت رانندگی کنم ولی 1-2 ساعت پرواز نکنم، چون با رفتن فرودگاه و از اونجا از فرودگاه رفتن و اینها اسیریش و اینها همونقدر میشه. در هر صورت این هم عکسای از داخل هواپیمای ولادیمیر پوتین، که هواپیمای دیگر هم دیدیم، هواپیمای جمهوری اسلامی رو دیدیم، هواپیمای شاه عکسش رو دیدیم، هواپیمای این پادشاهان سعودی عربیا یا عربستان سعودی رو دیدیم. و البته بازم باید بگیم من خودم یه مدت با این خانم هیلری کلینتون کار میکردم و از این شهر به اون شهر میرفتیم. ساردین، آها، اون ماهی های ساردین، ما مثل اون ماهی های ساردین، من و اون آقای یوری که مال یوکرین بود، باید تو هواپیماهای کوچولو و نمیدونم اینجوری، چون مقصد وقتی پروازهای داخلی میری و اینها بدتر، ولی خب این هواپیمایی که خانم هیلری کلینتون میرفت، اولا اینا جت اجاره میکنن، دوما جتاشون مثل همینجا که میبینید بار داره، آشپزخونه حتی داره، نمیدونم جای ماساژ داره. عکس‌ها دیگه دوباره تکراری شد و اونها وقتی پیاده میشدن سرحال و شاداب، ما بیچاره ها وقتی پیاده میشدیم تا یه 10 متری دلا دلا راه میرفتیم تا تازه پاهامون یادشون بیفته که بابا باید صاف بشید. اینم از این. و اما از ولادیمیر پوتین، بیاین بریم به این شهر در یزد و بعضی وقتا این صفا و صمیمیت باغهای یزد و درختهای حیات ایران رو هیچ جا شما نمیتونید ببینید. این عکسایی هست که دوست ما از ایران لطف کرده فرستاده. این هم نوشته چی؟ نوشته که اینها را الان فرستاد و کلی از خیرینی که مسبب این کار بودن تشکر کرد، از اون بانوی عزیز، از اون دوستی که از کانادا مبلغی ارسال کرد، از اون دوستی که از کالیفرنیا مبلغی ارسال کرد و از اون دوستی که ناراحته که چرا باخبر نشد که این هم کمک کنه. در صورت این به نظر میاد حیات منزل اونهاست. من میدونید که در شهرهای کوچک هر کسی تو حیاتش 1-2 تا درخت میوه، تو شیراز خرمالو و نارنج و پرتقال و لیمو و اینها بود. و اما این دست، این به اصطلاح توالتی هست که دکتر گفته بود این بچه چون فلج هست، اگه برش یه توالت فرنگی بسازن، این اقلن از خودش، قدرتش، ماهیچه های خودش استفاده میکنه برای نشستن و بلند شدن، تا اینکه توی روی توالت های ایران یکی بخواد باهاش باشه و اینجوری بشینه. حالا هر کسی که این رو درست کرده، فکر جالبی کرده، از یه محل برای 2 تا توالت استفاده کرده. شنیدم تو ایران هم خونه های جدید رو که میسازن، توالت های فرنگی هم هست. توالت های فرنگی برای افرادی که سنشون هم بالا میره، زانو درد میگیرن و اینها، خیلی بهتر کار میکنه تا توالت های ایرانی. دوستان ناگفته نماند که توالت های ایرانی، توالت های چینیز، ثابت شده که وقتی که اونجوری میشینید، اسکوات بهش میگن، یعنی فشار میاد به شکم و روده ها و اینها، اون دوزانو، در حقیقت دوزانو هم نه، روی 2 تا پا میشینید، اونجوری روده بزرگ و روده کوچک و اینا هر کدوم بالاخره چون فشار بهش میاد، مدفوع کاملا خارج میشه و مثل خارجی ها معمولا بواسیر و اینها کمتر بود در ایران، سرطان های روده بزرگ کمتر بود. حالا اگه دکترها از این ماجرا بیشتر میدونن، میتونن بیان صحبت کنن و در این باره ما رو بیشتر راهنمایی کنن. اجازه بدید یک بار دیگه از اون کسی ببینید، این کمک کردن مثل حلقه های زنجیره که باید به هم پیوسته بشه تا اون ماشینی که روشنه بتونه اون ماشینی رو که خاموشه یا اون ماشینی رو که در گل یا در جوب افتاده بکشه بیرون. اگه شما بهترین زنجیر رو داشته باشید ولی یه دونه از این زنجیرها قطع بشه، یه نفر ضعیف باشه اون وسط، یه نفر کارشو انجام نده، اون ماشین زورم بزنه، اون ماشین تو گل مونده.
من ممنونم از اونایی که پول فرستادن، من ممنونم از اون بانوی عزیزی که این خبر رو به ما رسوند، ممنونم از اون دوستی که در ایران این کار رو انجام داد، تماس گرفت. توی ایران مثل که الان انتقال پول و اینها خیلی ساده شده، خیلی بیشتر از ما استفاده میکنن از کارت‌های، نمیدونم چی بهشون میگن، کارت‌های بانکی، چون میگن کارت به کارت میکنیم، چارج به چارج میکنیم. اینها رو من وارد نیستم. و اما اینم از این ماجرای حاکمان ترکیه عقل خود را از دست دادن و اون یه سوال که شما چه کار میکنید، آیا اون کاری که انجام میدید کمک میکنید به دیگران یا نه. هواپیما رو نشون دادیم، یزد رو نشون دادیم. این بذارید من همینجا یه چیزی بگم، شاید گفتنش برای دیگران آسون نباشه. من به خودم افتخار میکنم، به بینندگانم افتخار میکنم، به اون دوستمون در ایران افتخار میکنم که همگی دست به دست هم دادیم تا یه توالت فرنگی بسازیم برای یه بچه. و به افرادی که مثل آقای هومر آبرامیان، مثل اون دوستمون آقای مهربان، نمیدونم چی همشون هم اسماشون مثل من عوض کردن دیگه یادمون میره، هی اینجا داد و فریاد که ما میخوایم دانشگاه کوروش درست کنیم. آقا یه خلا، یه مسترا برای یه نیازمند درست کن، بهتر از داریوش و بهتر از دانشگاه داریوش و کوروشه که شما هیچ وقت نتونستید حتی یک کلاس درست کنید. حالا اسم داریوش و کوروش گفتین، فردا این فرزندان کوروش که همشون هم فقط فحاشی بلدن فوش ندن به ما که سوربی اینجوری گفت. هر دانشگاهی که شما میگید اسمش رو بزن، چون گویا یکی از مجریان ایران اسم یه سگی رو گذاشته کوروش و ملت بهش حالا فحاشی میکنن. آخه ملت، اون کسی که سگ داره گاهی وقتا سگ از همسرش و از بچه هاش براش مهمترن، و اینجا بهترین دوست و اسمشون رو میذارن روی این. ما چجوریه یه قسمتشو از اینا یاد گرفتیم سگ داشتن و نمیدونم تیتیش مامانی بودن، ولی اگه اسم کوروش رو گذاشت رو سگش، حالا من نمیدونم اون شاید به صورت مسخره گذاشته، اون بمانه، ولی یه کمی هم بابا به خودتون بریک بدید، یه کمی هم طنز رو قبول کنید، یه کمی رو زندگی رو آسون بگیرید. به قول آمریکایی‌ها take it easy، به قول خود ایرانی‌ها سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر، آسون بگیر تا آسون بگذره. و اما نوشته که خانم گلشیفته در یک مصاحبه‌ای گفته که تبعید برای من یک شانس بود. ببین دوست عزیز آقای علی شیرازی، ممنونم، دیروزم برای شما نوشتم. اون وقتا میگفتن قمار باز وقتی که میره قمارخونه به امید برد میره، ولی وقتی میبازه میاد بیرون میگه به فلان جام، مردا معمولا میگن، اگه نگه میگن، اگر قمارباز نگه به فلان جام میپکه، منفجر میشه. شیرازی ها به منفجر شدن میگن پکیدن. حالا این بنده خدا دیگه فلان جا هم نداره، کسی که خانه و زندگیش ول کرده اومده، کسی که پدرش تو اون دردسرا انداخته، خب اگه اینم نگه چی بگه؟ بگه من که آمدم پشیمانم. والا خیلی از اینایی که اینجا هستن حاضرن برگردن خونه باباشون، خونه مامانشون، زندگی کنن، شغل نداشته باشن، کار نداشته باشن، ولی در کانون گرم خانوادهشون باشن. نکنید این کارا رو، هی این جوانا رو تشویق نکنید بیان اینجا. آقای دکتر افشارها، من بس شما چقدر ممنونم که گفتید، که به مادرتون گفتید که من همه کاری برات انجام میدم، ولی اگه یه روزی گفتی یه کاری کن که یه نفر از ایران بیاد اینجا، میگم من شرمنده‌ام مادر، ولی این کارو نمیکنم. دوستان عزیز، خوانندگانی که ویدیو درست میکنید، 10 تا زن نیمه لخت و لخت، احتمالاً به همشون نفری $100 $150 یه چلو کبابم دادید تا بیان 2 ساعت ویدیو درست کنن. این ویدیوی شما حقیقت رو به مردم نشون نمیده که بعد که این ویدیو تموم شد شما لباستو که عوض میکنی باید بری توی سوراخ موش زندگی کنی به نام آپارتمان. اگه بلند تو اگه محکم راه بری همسایه زیر پات تاق تاق میکنه، اگه بخوای نمیدونم یه در محکم بزنی به فوشت میدن، دوبار به پلیس زنگ میزنه. بیچاره فکر میکنه یه پسر 25 ساله از ایران با من تماس گرفته، آقا من چجوری با آقای رضا پهلوی تماس بگیرم؟ گفتم روی اینترنت. نه، چون شما شماره تلفنشو داری. گفتم باهاش مستقیم. گفتم آقا
ما هممون یه سری فکر میکردیم که این سرش به تنش میارزه. اون سرش به تنش میارزه رو من هیچ وقت نفهمیدم چرا میگن. فکر میکردیم مرد عمله، بعدن دیدیم نه بابا، اگه مرد عمل بود خیلی بهتر بود، ول کردیم. حالا شما تازه تو 37 سال بعد میخوای بری دنبالش، ول که آقا بردون. نوشتم شما نمیدونید در ایران چه خبره. گفتم والا همین چیزایی که ما میبینیم، عکسایی که ما میبینیم، بعضی وقتا ما حسرت شماها رو میخوریم. و دوست عزیز، برادر گرامی من، هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. همیشه هم گفتن که مرغ همسایه غازه، همیشه هم گفتن که چمن همسایه سبزتره. نکنید خودتون رو در بدر و فراری و اینها نکنید، مخصوصا اونایی که یه مقدار سنشون بالا رفته. شما با 50 سال 55 سال میخوای بیای حالا تازه چه زبانی یاد بگیری؟ بنده ای که 30 سالم بوده اومدم اینجا، زبانم اینجوریه. خب اونایی که 17 سال بوده اومدن اینجا، هم موقع هم دوست دختر و دیسکو و بعضی هاشون هم مشکل گرین کارت و انقلاب که خورده، دو تا زن آمریکایی گرفتن، زبون تو زبونشون گذاشته، زبانشون بهتره. خیلی هم به ما فخر میفروشن. ولی اگه راست میگید بیان بگین گرین کارتتون رو از کجا گرفتید تا بعدن با هم صحبت کنید. ولی شمایی که 55 سال حالا میرید ثبت نام میکنی، برنده میشی لاتاری، میای اینجا، خانمت اولین روزی که میاد میره توی مال، میبینه قشنگ و خوبه، اون خودش عوض میکنه، تطبیق میده، میره یه جا وای میسه کار میکنه، ساعتی 7 دلار و نیم 8 دلار. شما میشینی تو خونه، هفته دوم میاد بهت سرکوفت میزنه که سرهنگ، تیمسار، مهندس، دکتر، دیدی تو ایران چه سرکوفتی به من میزدی؟ حالا کی اینجا چلاق شده نشسته؟ تو هستی نه من. بعد یه مدت شما هم جون به لبت میرسه، میگی نخواستم این زندگی رو، الان چون با تو هستم دولت به من کمک نمیکنه، اگه ما طلاق بگیریم دولت به من کمک میکنه، خانواده ها از هم پاشیده میشن. داریم خیلیشون ما دیدیم که زن و مرد در یه سن بالایی از هم جدا میشن که زنه بتونه به کارش برسه، مرده بتونه خدمات دولتی رو استفاده کنه، مرده بتونه پرستار 24 ساعته داشته باشه، مرده بتونه در یکی از این خانه های سالمندان زندگی کنه. چون تو خونه خودش که زندگی میکنه از صبح تا از تنهاست. تو خانه سالمندان اقلا میان براشون موزیک میزنن، قصه میخونن، ناخونشونو میگیرن، ناخونان بزرگ شده، ناخونشونو میگیرن، نمیدونم تلویزیون بهشون نشون میدن. متاسفانه ایرانی ها خانه سالمندان هم دوست ندارن. البته ناگفته نماند که بعضی از این خانه های سالمندان خیلی اذیت میکنن این بند خداها رو، و اگر میخواین جایی برید حتما برید جایی که دیگران بهتون گفته باشن اونجا مطمئنه، اونجا خوبه. در صورت اینم این ماجرای آقای رضا پهلوی و اون پسر 25 ساله ای که دست به دامن من شده بود تا ایشون رو وصل کنم به آقای رضا پهلوی. و اما آقای مهدی ذوالفقاری عزیز، این برنامه گذار تلویزیون و رادیو و نویسنده خوب، یک نوشته ای رو برای من فرستاده خیلی قشنگ که اینم تقریبا مثل اون نوشته اون دکتری که گفت شما چه کار میکنید، امیدوارم اثر بذاره. ما همه این کارا رو که میکنیم منظورمون اینه که ما برنامه‌مون که 90 دقیقه است یا 2 ساعته روی یک نفر اثر بذاره. دیدیم اونایی که میاد میگه آقا ایران به پا خیز، یه نفرم بلند نمیشه از جاش، ولی اونی که میاد از دلش صحبت میکنه، لاجرم بر دل میشینه، میگه ملت ما این فیلم رو نشون دادیم، اون بانو این فیلم رو دید رفت انقدر کمک کرد، شما هم انقدر کمک کن. برای یک نفر در یزد، در یکی از دهات یزد یه توالت ساختن، بهش افتخار میکنم تا آخر عمر. 30 تا پناهجو تا حالا با این مصاحبه‌ای که انجام دادیم بیشتر از 30 تا پناهنده شدن. گفت که از فروشنده های دورگرد خرید می کنیم که اکثرشون طبیعتاً فقیر هستن. وقتی چیزی رو خرید می کنیم همه تلاشمون رو می کنیم که تخفیف بدن یا به نصف قیمت بدن، سپس با قیمتی که خودمون دلمون می خواد رازیش می کنیم و جنس رو می گیریم و چنان احساس سرفرازی می کنیم که انگار اونو شکست دادیم.
اما در مقابل یه فنجان قهوه رو در کافی شاپ میخریم با قیمت دو برابر قیمت واقعی، سپس یه مقداری هم انعام به گارسون میدیم و احساس میکنیم عجب آدم سخاوتمندی هستیم. دوستان، باید نوع رفتارمون رو با این افراد عوض کنیم. آقای ذوالفقاری، من ممنونم ازت و امیدوارم من و دیگران انقدر آدم باشیم که این نوشته و این به اصطلاح زحمتی رو که شما کشیدید قبول کنیم و به اصطلاح دیگه این کار رو نکنیم. نه اینکه اونها هم هر چی دلشون میخواد بگن قیمت بزنن، ولی تشویق کنیم اینها رو از گدایی بیان به طرف کار کردن. البته این مسئله دست فروشی من باهاش مشکل دارم. دست فروشی جاهایی که غیر قانونیه، یعنی داره ضربه میزنه، صدمه میزنه به اون بنده خدایی که رفته داره ماهیانه اجاره میده، بیمه میده، اینها، بعد خیلی از دست فروشی ها مخصوصا چیزهای قلابی، حالا نه این بنده خدای پیرزنی که داشت پرتقال میفروخت، کیفای قلابی میفروشن و اینها، خیلی از اینها چیزهای دزدی میفروشن و معلومه که اون چیزی رو که فروشگاه به شما میده 100 دلار، شما میتونید از این بخرید 60 دلار، چون خیلی هاش دزدیه، خود این خریده 10 دلار اگه خودش ندزدیده باشه. دو سه تا مسئله هست که من امیدوارم یه روز تو دنیا حل بشه. یکی این مسئله گدایی، یکی این دست فروشی. یه قانونی بیاد که آقا یه جایی رو معین کنن، هر کی میخواد اینجا دست فروشی کنه تو اینقدر میتونه انجام بده بره اونجا، هر کی هم میخواد از دست فروشا بخره بره اونجا. ولی دست فروشه جلوی مغازه‌ای که بنده خدا داره مایی نمیدونم چند هزار دلار میده یه چیزی نذاره، آدم سری که اون میده یه دلار به شما بده 50 سنت شما نری داخل. اینا بنبستاییه که خیلی ساده است، هیچ جای دیگه هم نمیگن، فقط تو تلویزیون مردم میگن، چون اونها هم میدونید همه فیلسوفن، چه وقت دارن این چیزها رو بگن. من هستم که مثل شما نگاه میکنیم به این چیزهایی که در سطح خودمونن، مثل آقای آریان وطنخواه نیستیم همیشه بریم از اون بالا، ولی شما باید یه کمی بیشتر پرواز کنید، یه دو تا سیگار بکشید برید بالا پرواز کنید، از اون بالا نگاه کنید ببینید چیکار. نه آقا، همین پایین باش، بچرخ دوربرت رو نگاه کن، آمریکایی‌ها میگن پرسپکتیو، چشمانداز، ببین چی میگذره در گوشه و کنار شهر، کوچه‌ت رو درست کن، خونه‌ت رو درست کن، کوچه‌ت رو درست کن، شهرت رو درست کن، مملکتت درست میشه. شما از اونوری آمدید توی کالیفرنیا میخواین دانشگاه باز کنید، هیچ کدومتون یک کلمه انگلیسی بلد نیستید، یه مش دوست کلاش، برو گم شو، برو یه کلاسی باز کن، یه نفر بیا شبا مثل این کوریا، مثل این ویتنامیا، سه کلمه انگلیسی یاد این طرف بده تا این بتونه امورش رو بگذرونه توی این جامعه. من افتخار میکنم به اینکه نخواستم و نمیتونم دانشگاه باز کنم، ولی خواستم که به اون پسر بچه یزدی و اون معلم مهربانش کمک کنم و خواستن ما توانستن بود. من تبریک میگم به اون دوستانی که کمک کردن، مرسی مرسی مرسی. آگهی رو ببینیم و برگردیم برنامه رو با هم ادامه میدیم. ممنونم از شما. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052.
خب دوستان عزیز، باز هم سلام و ممنونم که تا حالا با ما هستید. امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد ویدیوی جدیدشون رو براتون پخش میکنه. و اما یکی از دوستان اون روز من گفت آقای سریال معمای شاه رو دیدی؟ گفتم نه. چیه؟ گفت آقا اینقدر قشنگ درست کردن، اینقدر تعریف کرد که ما این سریال قسمت اولش رو دیدیم. دوستان، بازی کردن این هنرپیشه ها به نظر شما هم مضحک و مسخره میاد؟ بعدم به این دوستم گفتم آقا دیگه حالا سریالی رو که آخوندا اومده باشن برای رژیم قبلی درست کرده باشن، معلومه که اصلا این نمیشه بهش استناد کرد. توی این کشورها توی این کشورهای آزاد بعد از اینکه یه مدتی از یه واقعی میگذره و اون واقعه رو دولت سرپوش گذاشته بوده روش به هر دلیلی، یا به دلیل امنیتی یا به دلیل دزدی و اینهای خودشون، بعد این ماجرا رو اونها میان علنی میکنن با مدرک و با سند. ولی دولتی که الان حقوق این هنرپیشه ها رو میده، معلومه شما تو اون نمیتونی بدی از آخوندا بگی، ذات آخوندا رو نشون بدی و مجبوری هرچی بدیه از شاه بگی. اینه که منی که باور دارم شاه اشتباهات زیادی کرد، رژیم شاه بد بود، ولی چون رژیم آخوندها بدتر هست و اینها هم اشتباهات زیادی کردن و چون دیکتاتور هستن، دیکتاتور هیچ وقت قبول نمیکنه که اشتباه میکنه، اصلا چنین فیلمی رو به نظرم ارزش تماشا کردن هم نداره. حالا این دوستمون گفت آقا ما اگه بخوایم پول بدیم شما نشون میدی؟ گفتم بله من نشون میدم، ولی حق خودم رو رزرو میکنم که به مردم هی بگم این فیلمی رو که ما نشون داریم میدیم شما نگاه کنید، شما قضاوت کنید. و همون ضرب المثل ادب است که یا آموختی از بی ادبان، یاد بگیرید که اینایی که اینجوری دروغ میگن شما دروغ نگید. رژیم بعدی که میخوای بیا راجع به این رژیم فیلم بسازی، حقیقت رو بگو. چون خود حقیقت رو بگی، انقدر اینا بدی تو وجودشون هست که مردم با شما هم عقیده هستن، میگن بله. در صورت به نظر من هیچ ارزشی این فیلم نداره. نظر شما چیه؟ آیا شما این فیلم رو دیدید، دنبال میکنید یا چی؟ خب آقای ذوالفقاری رو ما گفتیم، ممنون. و اما میگی که ایران به دنبال این هست، بی بی سی اینو گفته، ایران به دنبال این هست که یک قرارداد نفت 30 بیلیون دلاری بنویسه. برای دوستم نوشتم این آخوندا عجب آدمای زبلی هن توی بیزینس، چجوری دنیا رو منتر کردن. روزی که نفت میره 200 دلار میشه، روزی که نفت 40 دلار میشه، اینا همینجوری تونستن سوروایو کنن، یعنی باقی بمونن، از مهلکه نجات پیدا کنن. در صورت اینم اینه: The term of the new old contract will be more favorable to foreigner investor. میگه که این قرارداد بیشتر به سود اینوستورهای خارجی است. اینوستور یعنی سرمایه‌گذاران خارجی است. خب معلومه. بذارید من این نوار این بانوی عزیز رو پخش کنم، امیدوارم این ویدیو رو ببینن و جواب آقای انصاری هم خدمت شما بگم. بفرمایید. سلام آقا، من برنامه شما رو تماشا نمی کنم، ولی الان 2 هفته هست این آقای پارسا سربیک و آقای مسعود انصاری از طریق آیپد من می بینم. برای من خیلی جالبه، چون من خودم تحصیلات علوم سیاسی دارم و بسیار ممنونم از شما که این برنامه های جالب گذاشتید. من البته اینا چون فیلم ضبط شده هست، من برنامه شما رو نمیدادم چی موقع انجام میشه. فقط یک سوال داشتم. اعلیحضرت که با خانم فرح دیبا ازدواج کردن و ایشون در پاریس افکار چپی داشتن و خود اعلیحضرت مخالف این بود، چجوری حاضر شدن با این افکار با این خانم ازدواج کنن؟ این سوال حالا من نشنیدم کسی از آقای انصاری بپرسه.
اگر براتون امکان داره این سوال بپرسیم، ولی من نمیدونم چجوری میتونم جواب بگیرم. تنها راهش اینه که یکی دو روز دیگه یا هفته دیگه بهتون زنگ بزنم و ببینم که جوابی برای من دارین یا ندارین. انشالله که همیشه موفق باشین. شما رو به خدای مهربان سپردم. حق نگهدارتون. یا علی. ممنونم از شما بانوی عزیز، خیلی خوشحالم که شما هم به جمع بینندگان ما پیوستید و اگر لطف کنید بار دیگه به این تلویزیون و تلویزیون‌های دیگه که تماس می‌گیرید صدای تلویزیون رو کم کنید، برای خودتونم خیلی بهتر میشه. امتحان کنید و نتیجه رو به من خبر بدید. ضمناً امیدوارم یکی دو روز دیگه شما تماس بگیرید تا من بهتون بگم که در برنامه روز جمعه پاسخی از آقای احمدعلی مسعود انصاری برای شما گرفتم. و حسن تلویزیون مردم همینه که یه سوال رو یه دیگری میپرسه، شما میگه عجب به فکرش رسید، من به همچین سوالی به اصطلاح فکر نکردم. یه پرسشی رو شما میپرسی که باور کنید خود من بارها میخواستم این رو سوال کنم. شخص شاه که اینقدر از کمونیست وحشت داشت، چگونه یه دفعه افتاد تو بغل یه کمونیست، کمونیست دو آتشه، که وقتی آمد از فرانسه به ایران دولت به اصطلاح دستگیرش نکرده بود ولی اجازه خروج بهش نمیداد. گفت بابا این دختره خیلی کمونیسته. باریکلا بیننده عزیز، مرسی که چیزی رو که سالها تو مغز من بوده و همیشه یادم میرفته به زبان بگم گویا کنم شما گفتید. ممنونم. صدای تلویزیون رو دفعه دیگه کم کن. پرسیدم از آقای احمدعلی مسعود انصاری. آقای احمدعلی مسعود انصاری خندید، گفت خانو آدم عاشق کوره، کره، ببخشید خره. عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. در رابطه با آقای رضا، با آقای محمد رضا پهلوی، واقعا عشق آتش بوده و خانه خرابی، که خانه بزرگش ایران رو هم خراب کرد. اول از شما اگه نگاه کنید، خانم فرح پهلوی نسبت به زنهای ایرانی قد بلنده. دلیلش هم اینه که ایشون از فکر کنم ترک و از طرفای شمال باشه، شمالی هم میدونید یه سریشون از بالا اومدن، اینا کاری نداریم، قد بلنده. مخصوصا شاهی که اینجوری انگار استخون خورده بود همیشه صاف را میرفت، حالا یه زنی به این قد بلندی که میگیره باید یک کم باهاش صحبت کنه. خانم شما کفش پاشنه بلند نپوش که من مثل بچه ها تا سر شونت باشم. زورش نمیرسید به فرح. آقای انصاری گفت عشق کورش کرده بود. ولی یادتون باشه ما در دستگاه های حکومتی ایران، چه زمان کوروش و داریوش و هخامنش، چه زمان پهلوی، افرادی داشتیم که ببخشید میگن در مثل مناقصه نیست، گنجشک رنگ میکنن جای قناری میفروشن، خر رنگ میکنن جای فولکس واگن میفروشن. اینها رنگ کردن خانم فرح رو که یک کمونیست دو آتشه بود به عنوان یک دختر خوب تحویل ایشون دادن. ایشون هم که زنباز و عاشق بود گرفت. براش هم فرقی نمی که حالا زن سوم و چهارم خواستیم نگه می‌داریم، نخواستیم پول ملت ایران بهش بدیم، ایران می‌فسیم یک کشور دیگه، ماهی اینقدرم این بگیره مگه از جیب بابام میره؟ این پاسخ شماست. ولی برید تو عکسا ببینید، میدونید که خانم فرح پهلوی همیشه باید یه قدم پشت سر شاه را میرفت، ولی اون آخریادی کم کم جلو افتاده بود. تمام دوستای کمونیستش رو آورده بود اون دفتر فرح پهلوی رو پر کرده بودن. حالا رابطه‌هایی که داشته و توی کاخ جلو شاه با دیگران میپریده اونو دیگه بمانه. یه دوستی دارم، اتفاقا این دوستمون میگفت که شاه از لحاظ زن شانس نیاورد. بابا شانس آورد، نگه نداشت. ضمناً شمایی که میگی شاه، شاه یک کشور اسلامی، چگونه میتونست بگه که خب من دختر گیرم اومده دخترم بشه ملکه؟ خانم اینجاست که تفاوت یک آدم شجاع با یه آدم ترسو معلوم میشه. آدم ترسو اینه که بره تو مسجد سینه بزنه، بره با آقای کارتر بشینه عرق بخوره، بره با اردشیر زاهدی خانم بازی کنه، این میشه شاه ترسو. آدم شجاع اونه که بیاد سنت شکنی کنه،
اگه تا امروز زنا باید بشینن عقب ماشین، فردا بیاد بگه من میرم میشینم عقب ماشین، من اصلا ماشین سوار نمیشم. مردها سوار اتوبوس نشید، دندتون نرم، سوار اتوبوس نشید. خانم ها سوار این اتوبوسی که شما رو دو قسمت میکنه نشید، بذارید اتوبوس های واحد برن بیان. اینجاست که تفاوت یه انسان شریف یه آدم بزرگوار معلوم میشه. و الا گاندی چگونه میتوانست جلو دولت انگلستان وایسه و اون جنبش نمک رو ایجاد کنه؟ برای که مرد بود، شجاع بود. ببخشید مرد و زن نداره، عذر میخوام از تمام خانم ها، عذر میخوام. اینم ما خریت مرد بودن رفته تو مغزمون. روزا پارک زن آمریکایی نشست تو اتوبوس، گفت اینجا مال سفیداست، پس برو عقب. گفت من نمیرم عقب. جنبشی رو راه انداخت، تا همین سال چند سال پیش هم اینجا بنده خدا زنده بود، جنبشی رو راه انداخت که الان اتوبوسش که اینجاست، آقای اوباما میره تو اتوبوسه ادای احترام میکنه. بانوی گرامی، شما چرا میگی شاه نتونست؟ شاه نخواست، برای که شاه باور نداشت که زنها مساویان با بابا. شاه میگم خانم فرد پهلوی رو کرده بود نایب السلطنه، باربارا والتر بهش میگه که نه. شاه میگه نه، هم در آشپزی هم در خیاطی همه مردا بهتر از اینها هستن. آخه خجالت بکش، شاه سوئیس رفته درس نخونده. بیاین جلو شما شاه پرستا. آقای شمشیری بی شمشیر که امیدوارم شمشیر تو سرت بخوره، مهدی شمشیری دروغگو بد کرمونی، چون کرمونی ها خوب دارن، خوب کرمونی بد کرمونی، تو بد کرمونی هستی. خوب کرمونیش آقای احمد مدنی بود. واقعا ننگ و نفرین بر خانوادت که تو تو اون خانواده هستی. خب میگه که آقای سوربی، منظور این آقا در مورد ارتباط دو پهلوی با قانون اساسی چیست و من چه چیزی را باید توضیح بدم؟ آقای آریان‌پور، مدینه گفتی و کردی کبابم. به قول شیرازی ها، مدینه گفتی و کردی کبابم. شما نمیدونی من روزانه چند تا از این نامه ها اینجا میگیرم که نمیفهمم بابا فارسی نوشته، منم فارسی میخونم ولی من نمیفهمم چی میگه. باورتون میشه این بعد از اینی که من یه بار برش نوشتم آقا من نمیفهمم منظور شما چیه، توضیح بدید. این توضیحش هست، تازه من برای شما فرستادم. دوستی به نام اسفندیار نوشته خواهشمند از آقای آریانا سوال کنید رابطه پهلوی اول و دوم با قانون مشروطیت 1285 تا 1357. بعد زیرش هم با یه زبون دیگه نوشتن، نمیدونم. ما بلد نیستیم، یادمون ندادن منظورمون رو قشنگ به دیگران منتقل کنیم. آقا شما باباها مامانها ببین میخواستن دو کلمه با هم حرف بزنن، با ما حرف بزنن، عصبانی میشدن. چرا عصبانی میشدن؟ برای که ما بچه بودیم نمیفهمیدیم. آخه وقتی یک کسی نمیفهمه باید بیشتر توضیح بدی، نه عصبانی بشی. در صورت منم نفهمیدم. دروغ چرا آقای آریان‌پور؟ این دوست سوال کرده که ما از دوست به اصطلاح از شما بپرسیم که رابطه اینها با قانون اساسی، رابطه شون این بود که قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن، قانون مشروطه رو رعایت نکردن، بعدم طبق قانون مشروطه هم شاه بودن. خیلی رابطه بدی. سپهبد ربیعی در دادگاه انقلاب خلخالی را خور گرفت. اینو یکی از دوستان برای من فرستاد بعد از اینکه ما چهارشنبه با آقای آریان‌پور در رابطه با این ماجراها صحبت کردیم، در رابطه با تیمسار آذربرزین، در رابطه با تیمسار احمد مدنی، و صحبتی از ربیعی پیش آمد و آقای آریان‌پور گفتن که ربیعی با افتخار گفته که من دو سه روز پیش با حضرت امام قرارداد بستم و قرار گذاشتم و ایشون کسی بوده که به اصطلاح اون هلیکوپتر پرواز به بهشت زهرا و اینها رو تهیه کرده و اینها. ولی بخونید ببینید، پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دادگاه‌هایی که در زندان قصر تشکیل شد، دادگاه سپهبد ربیعی فرمانده کل نیروی هوایی بود. او در جواب آقای خلخالی و آیت الله آذری
که او را متهم به فساد، که او را مفسد فی الارض گفته بودند، گفته بود نه من مفسد فی الارض نیستم، من مفسد فی السما هستم. سما یعنی آسمان. ازش پرسیدن چرا؟ گفت چون روزی، دوستانی که امروز میگید چرا این آخوندها تو لبنان دخالت میکنن، چرا این آخوندها پول به فلسطینی ها دادن، چرا این آخوندها تو عراق دخالت میکنن، گوش کنید آقای افشین عزیز از هندوستان، گوش کن نه یه خانم، خواهر مهربان من، گوش کنید. خانه از پای بست ویران است. شماها به دلیل اینکه بگید رژیم شاه خوب بود میگید آخوندها بد هستن، من میگم آخوندها بدترن چون رژیم شاه بد بود. من یه درجه از شما جلوترم. شما نمیخواین این حب به الکی، نمیخواین اون بت رو بشکنید. ببینید چی گفته این آقای ربیعی. گفته چون روزی که جنگ اکتبر میان مصر و اسرائیل شروع شد، من از پایگاه وحدتی تهران هواپیما به مصر بردم و فرودگاه مصر را بمباران کردم و مجروحین اسرائیلی را به خرمشهر آوردم تا در بیمارستان این شهر بستری شوند. پس به این جهت من مفسد فی السما هستم. پس از اتمام دادگاهم اشک تمساح میریخت. از او پرسیدن چرا اشک میریزی؟ مگر از دادگاه ترسیدی یا ناراحتی؟ گفت نه، از حماقت خودم ناراحتم، من باید کشته شوم چون احمقم. گفتند چرا؟ گفت در پادگان نیروی هوایی وقتی که برای من خبردار می ایستادند زمین به لرزه در می آمد، اما پس از انقلاب که دستگیر شدم چشمانم را بستند و آوردند. اول فکر کردم حتما چند کامیون پاسدار و سرباز مرا دستگیر کردند. وقتی که مرا به زندان قصر آوردن، وسط زندان قصر دیدم که بچه‌ای فریاد می‌زند تیمسار چشمانت را خودت باز کن. چشمم را باز کردم، هیچ کس را ندیدم، فقط یک بچه 16-17 ساله با تفنگ ایستاده و می‌گفت چشمان خودت را باز کن و سرت را پایین بینداز. اگر از دستورات آن بچه تخطی می‌کردم حتما هدف تیر قرار می‌گرفتم، لذا کاملا اطاعت کردم. سرم را پایین انداختم، به من گفت از طرف راست برو. من طبق دستور او به داخل زندان آمدم و همانجا فهمیدم چقدر بدبخت شدم. وقتی که شاه در حال فرار از ایران بود روی پله‌های هواپیما رفتم و به او گفتم قربان شما به ایران برگردید، من ایران را حمام خون می‌کنم، و گریه کردم پس احمقم مرا بکشید. حالا ببینید اونایی که از شجاعت، یه جلسه هست این تلویزیون ایتو نشون میده، یه مش آدم بیکار مفتخور رفتن از این سرهنگ و از این یه پولی بگیرن، از جمله آقای هومر آبرامیان و اینها، میرن اونجا یه چیزایی میگن، اصلا یه دروغایی میگن که اینها روز انقلاب جرأت نداشتن اصلا مثل موش قایم بشن. حالا میگن نه بابا فلانی سینه‌شو ستبر کرد اینجور. دوستان نگاه کنید، میدونید این ربیعی یکی از اونایی بوده که با هواپیما خیلی جفتک و چارلنگ مینداخته، درسته نمایش میداده. ارتشیا اصلا شما به عنوان سربازم که میری تو ارتش 3 ماه آموزش بهت میدن، یکی از آموزشاش اینه که اگر تفنگت اسلحه‌اش تموم شد به عنوان چوب و یا سرنیزه چجوری جنگ یک نفره با یه سرباز دیگه انجام بدی، یا جنگ چند نفره. خیلی از اینها ورزش‌های اینجا بهش میگن مثل تکواندو، کاراته، تکواندو، اینا میدونی که یعنی دست خالی، یا این نینجا یعنی کسانی که دیده نمیشن، انقدر سرعت دارن که دیده نمیشن، یا سامورایی با یه شمشیری میفته بین 400 نفر تق 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 همه رو میزنه. خیلی از اینها دوره دیده بودن. مردک مردی، تو که چشمت رو باز کردی دیدی یک قشون سرباز نیست، یک پادگان سرباز تو رو دستگیر نکرده و یک جوان 16-17 سال است، یه هفتی رو یه تفنگم دستشه، برو به طرفش حمله کن با چنگ و دندان، اون رو سورپرایز میگن، اون رو
شاک کن، اصلا ممکن بود اون نتونه شوت کنه، نتونه تیراندازی کنه. بارها تو فیلم ها دیدیم، چون اون انتظار نداره شما حمله کنی. خب حتما میگی دستشو بسته بودن، دستشم بسته باشن، پاشم بسته باشن، یه تکونی میخوردین. اینه وقتی آقای چیز میگه اینها مثل نمیدونم قورباغه رفتن گریه کنن، راست میگه، رفتن مثل چی؟ مثل بره. والا بره هم وقتی میخواد بره تو سلاخونه یه کمی عکس العمل نشون میده، هلش میدن، پشت گردنش میگیرن میکشن، با چوب میزننش. این کیمسار مملکت ما بوده و متاسفم که افرادی مثل بابک هروی هم به اینا افتخار میکنن، عکساشونو میندازن. بابک جان، یک تیمسار مملکت که سالها پول مملکت رو خورده بود، خدا میدونه چه ثروتهایی به جیب زده بود، جلوی یه بچه 16-17 ساله نمیتونه در بیاد به این دلیل که یه اسلحه دستشه. ای خاک بر سر این ارتشی ها که خاک بر سر شدن. ای ارتش پنجمی، ارتش چهارمی، دلت خوش ارتش یکمی؟ ببخشیدا، به یه بادی مثل دست نماز باطل شدید، هم در زمان رضا شاه هم در زمان محمد رضا شاه. میخواد خوشتون بیاد، اگرم بدتون میاد برید یه جای دیگه. اوکی، بله. سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوا نیروز و سپهبد امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی در هنگام خروج شاه از ایران خودشان را روی پای شاه انداخته بودند و اجازه بمباران کردن مردم در حال تظاهرات و مقر انقلابیون بودند. هر دوی اینها در اون ماجرای دادگاه ها و اینها اعدام شدند. خب دوستان، اینم ارتشه. و اما فن پاسخ، در زبان ما نامش حاضر جوابی است. فن هم نبود که آموختنی باشد، نوعی موهبتی بود خدادادی. به هر روی نوشته جالب و خواندنی است. فن پاسخ دادن چرا؟ اتفاقا به نظر من بر اثر تمرین شما یاد میگرفتی، پس میشه بگی یه فن بود. مردی به طور مسخره به مرد ضعیف الجسمی گفت: تو را از دور دیدم، فکر کردم زن هستی. آن مرد هم خیلی سریع جواب داد: من هم تو را از دور دیدم، فکر کردم مرد هستی. این تو جامعه‌ای که مرد سالاریه اینجوره، اگه به من بگن میگم چه خوب، چه خوب که شما فکر کردی من یه زن هستم. فن پاسخ دادن. چرچیل وزیر چاق بریتانیا به برنارد شا که وزیر لاغری بود گفت: هر کس تو را ببیند فکر میکند بریتانیا را فقر فرا گرفته است. برنارد شا هم فوری جواب داد: و هر کس تو را ببیند فوری به علت این فقر پی میبرد. فن پاسخ دادن. ملا نصرالدین وارد روستایی شد و یکی از اهالی به او گفت: ملا، من تو را از طریق الاغت میشناسم. ملا هم فوری جواب داد: اشکالی ندارد، چون الاغها یکدیگر را خوب میشناسند. مردی به زنی گفت: تو چقدر زیبا هستی. زن گفت: کاش تو هم زیبا می بودی تا همین حرف را بهت می گفتم. مرد گفت: اشکالی ندارد، تو هم مثل من دروغ بگو. دلخطر. زوج جوانی در کنار هم نشسته و دخترش شدیداً غمگین است. شوهرش بهش گفت: تو دومین دختر زیبایی هستی که توی عمرم دیدم. و دختر با حالت تعجب پرسید: پس اولیش کیه؟ شوهره گفت: خودت هستی وقتی تبسم روی لب داری. زن روستایی با چهار الاغش از مسیری عبور میکرد که دو تا جوان با تمسخر بهش گفتن: صبح خیر مادر الاغها، صبح خیر مادر، صبح خیر مادر الاغها. و زن سریعا جواب داد: صبح شما هم بخیر فرزندان عزیزم. پیرمردی که از کهولت سن کمرش قوز شده بود از مسیری عبور میکرد. جوانی از روی تمسخر گفت: پیرمرد، این کمان را به چند میفروشی؟ پیرمرد جواب داد: اگر خداوند عمرت را طولانی کرد، تو هم یک کمان مجانی بهت میرسه. یک روستایی در مهمانی پادشاهی با اشتهای تمام گوشت گوسفند میخورد. پادشاه به او گفت: چرا چنین بیرحمانه میخوری؟ انگار که مادرش تو را زده است.
روستایی جواب داد: تو چرا آنقدر با شفقت میخوری که انگار مادرش تو را هم شیر داده؟ این یکی نتونستم بخونم نه درست فهمیدم. دستم ممنونم. دوستانی که زنگ میزنید احتمالا یکی شماره تلفن این آقای دکتر مرتضی آقا محمدیه، پیام بزن. خب و اما عضو کنگره آمریکا، تلاش کاخ سفید برای سرنگونی اسد غیر قانونی است. بالاخره اینجا میگن about time، یعنی بالاخره دوزاریش افتاد. و اما این رو من از نشریه هفته براتون میخونم و این مقالهایی که خانم شایسته الهامی ترجمه میکنن خیلی کار ما رو راحت میکنه. 11 آذر عضو کنگره آمریکا گفت تلاش کاخ سفید برای سرنگونی اسد غیر قانونی است. ترجمه و تنظیم شایسته الهامی. من این اولی رو نمیتونم بخونم. این کلمه دمتی پیش هست، دمتی پیش آقای ولف بلیتسر یا دمی پیش، اینو من این قسمت رو نمیتونم بخونم متاسفم. در اصل اینه، آقای ولف بلیتسر در کانال سی ان ان، این ولف بلیتسر خیلی جالبه، کسی که رفت ترکیه کفششو در آورد بره توی مسجد، دوتا جورابش پاره بود و بعدن براش شایع کردم که اینقدر جنگ راه انداختی و اینها، اقلا دوتا جوراب نو برای خودت میخریدی. نه ببخشید، این اون نیست. ولف بلیتسر گوینده سی ان ان، این یهودی که یه تعریشی هم داره، عذر میخوام. در صورت ولف بلیتسر در کانال سی ان ان مصاحبه‌ای با خانم تولسی گبارد نماینده مجلس آمریکا از هاوایی انجام داد که ترجمه خلاصه‌ای از آن را در زیر مشاهده می‌کنید. این مصاحبه در 22 نوامبر در دو سایت کلیرینگ هاوس اینفورمیشن و زیرو اچ آمده است. خانم گبارد که در دو نوبت در عراق جنگیده است، اگه اشتباه نکنم این خانم پاهاشو از دست داده در جنگ، معتقد است که کوشش آمریکا برای سرنگونی اسد غیرقانونی و زیانبار است. او ادعا میکند سازمان سیا تروریست هایی را در منطقه آموزش میدهد که کاخ سفید اصرار دارد آنها دشمنان قسم خورده آمریکا هستند. او رو به مردم میگوید دولت به آنها دروغ میگوید و شاید هم غیر عمدی و یا با بی‌ملاحظگی دارد جنگ جهانی سوم را آغاز می‌کند. خانم گبارد از حزب دموکرات و آقای آستین اسکات از حزب جمهوری‌خواه در یک اتحاد غیر معمولی از دولت و آقای اوباما خواستند به جای اینکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه را سرنگون کنند، کوشش و سعی خود را در انهدام دولت اسلامی متمرکز کنند. آن دو نفر قانونی را طرح کردند و در آن گفتند که آمریکا باید به جنگ‌های غیرقانونی پایان دهد. اسد رهبر سوریه متهم است که ده ها هزار نفر از مردم سوریه را کشته و در حال حاضر گرفتار افراطیون حکومت اسلامی است. آمریکا در حال حاضر مشغول دو جنگ است، یکی علیه حکومت اسلامی و دیگری علیه اسد. آقای اسکات میگوید تلاش برای برکناری اسد در این مرحله بسیار خطرناک است و مأموریت اولیه ما نباید باشد. با برآوردی که شده است، از سال 2013 سازمان سیا 10,000 نفر را آموزش داده است که به عنوان میانه رو به جنگند. سیا شورشیان را پشتیبانی می کند، گروهی که فشار جدی روی نیروهای اسد داشتند، ولی آنها الان در زیر بمبارانهای روسی هستند و انتظاری هم برای کمک به آنها از طرف حامیان آمریکایی وجود ندارد. این مقاله خیلی جالبه و اگر خواستید یا برای من ایمیل بفرستید یا از طریق همون نشریه هفته که وبسایتشون خیلی ساده است، hafte.ca، میتونید برید بخونید. ولی دو تا عکس هست من بهتون نشون بدم. یکی عکس آقای ریگان که این پیدایش طالبان و اینها رو بعض وقتا با وقتی میگیم میگن آقا مگه میشه؟ بله، ریگان هم با آخوندها معامله کرد. بذارید ببینم اینجا پیدا میشه، من بنویسم ریگان. هم با آخوندها معامله کرد، اسلحه بهشون داد، کاری کرد که گروگانها رو نگه دارن تا وقتی که کارتر انتخاب نشه و ریگان انتخاب بشه. بعد با آلی نورد اون اسلحه ها و اینها رو به اصطلاح فرستادن و دیگه ماجراش خودتون بهتر از من میدونید. اینم اگر میخواییم ببینید که
این ماجرای طالبان از کی و کجا صورت گرفت و حتما تعجب میکنید که مگر میشه ریگانی که اینقدر خدای این تندروهای ریپابلیک یا جمهوری خواه است. بفرمایید این آقای ریگان و اینها هم همه طالبان و اون ماجرایی که اون موقع اسلحه و پول و قدرت رو دادن دست اینها، بعد اینها رفتن جنگیدن با روسیه با شوروی، بعد که شوروی رفت بیرون اینها اسلحه ها دستشون موند و همون اسلحه ها رو بر علیه آمریکا دارن استفاده میکنن در منطقه. بذارید من آیسیس رو هم براتون بیارم، آیسیس که این رو هم ببینید و بفهمید که کسی که امروز دوست شماست ممکنه فردا دشمن شما باشن. و اون ماجرایی که همه میگن دشمن ما دوست ما هست، این همیشه صدق نمی کنه. به گوشتون این رو بسپرید و بفرمایید. شما ببینید اینجا چه کسی رو میبینید، این آقای عقب افتاده، این جان مککین که یکی دو بار میخواست رئیس جمهور بشه و الکی این هواپیماشو زدن افتاده توی ویتنام، حالا دیگه شده شهید زنده، اینجا سالهای ساله داره توی مجلس میگرده و میخوره. ولی نگاه کنید دوستان، کمرای دو، این آقا میبینید که نشسته اینجا، این همین آقای البغدادی فلان، اون موقع که جوان تر بوده با آقای جان مککین، اینی که میگن البغدادی توی آمریکا بوده بعد یه دفعه آزاد میشه، رهبر آیسیس که میمیره یه دفعه این رهبر میشه، این اسلحه ها از کجا میاد، اینها یکم میگن برید همیشه نوشته ها رو نخونید، گاهی وقتی لابلای نوشته ها یا لابلای خطوط دنبال ریگان، دنبال جان مککین و دیگران بگردید، اون وقت زندگی بهتری خواهید داشت. این هم از این. بله ممنونم، آقای چمنارا گفتگوی رو انجام دادن، برای ما هم فرستادن و اگر مایل هستید پخش کنیم اون رو هم بگید تا پخش کنیم. و خانم نزهت یحیی‌زاده هم تا اونجایی که من میدونم ایشون هم از نوشتن دست کمی از شاهنشاه آریامهر ندارن، انشاء بدی دارن، نوشته هاشون حالا یا عربی نحو و صرف یا فارسی دستور زبان فارسی یا انگلیسی گرامر اصلا بلد نیستن، اصلا رعایت نمی کنن. به قول احمد شاملو میگه هر جا خستمون شد خط فاصله میذاریم، هر جا نشستیم ویرگول میذاریم کاما میذاریم، ایشون هم همینجوری مینویسه. نوشته مدارکی ملی که شخصی توسط آقای زاهدی قلمداد شده است. دوستان این جمله رو شما ببینید، مدارکی ملی که شخصی توسط آقای زاهدی قلمداد شده است. ولی درود، با درود، با درود. اینطور که شواهد نشان می‌دهد 94 صندوق مدارک مختلف توسط آقای اردشیر زاهدی و یا واسطه‌گری و دلالی عباس میلانی به دانشگاه استنفورد داده شده است. آقا اردشیر زاهدی زنده است خانم، وکیل نمی‌خوام. آقای عباس میلانی زنده است، آقای عباس میلانی رفته بکنم انگلستان زندگی میکنه، زاهدی هرچی تو اروپا است تو اونجاست، رفته اونجا، ایشون اینا را بخشیده به دانشگاه و این عمل یک عمل مرسومی هست، نرم هست که منم وقتی مردم مثلا این کتابامو بدم به دانشگاه کوروشی که اینا تو کالیفرنیا میخوان باز کنن. راستی یکی از دوستان از کالیفرنیا قرار داره ما کتاب بفرسته. یکی دیگه از افتخارات من اینه، وقتی که در تلویزیون رنگارنگ بودم، خب تلویزیونی که نبود، یک گاراژ خونه بود و یه اتاق خاکی بود و اینها، ما ایرانی ها که باور نداریم یک کسی باید بیاد هفته یه بار گردگیری کنه. خلاصه ما دیدیم وقتی هم مهمونا میان همه هی مجبورن وایسن با هم حرف بزنن، برعکس تلویزیون های ایرانی آمریکایی مطبای دکتر که میریم چند تا مجله روزنامه اینها هست، آمدن توی برنامه از مردم خواستن اگه کتابایی دارن مجلاتی دارن نمیخوان برای ما بفرستن. باور کنید انقدر کتاب و مجله و وسایل موزیک و اینها برای من اون موقع پست کردن، یک کتابخونه خدا بیامرزه، این آقای محمد مصطفوی بهش میگفتیم مهندس، کانال کارهای کابل و اینا انجام میده، ایشون هم مجاهد بود، چقدر بنده خدا عمرشو برای این مجاهدها گذاشت، آخرم رفت ایران عمل کرد، بعدن آمد اینجا
به قول خودش میگفت شدم مثل بودا، باد کرده بود مرده بود، در صورتی که برعکس بود، بودا اول چاق بود بعد لاغر شد، ایشون اول لاغر بود بعد چاق شد. در اصل یک کتابخونه راه انداختیم. اون روزی که از دوستان تماس گرفت که آقا من یه سری کتاب دارم میخوام بفرستم بیام، گفتم آقا بفرست بیاد، اگه تو اون همت رو انجام بدی منم از این ور شروع میکنم یکی یکی عکس میگیرم میذارم روی صفحه‌ای که مردم اگه میخوان بخرن، اگه نمیخوان مجانی بهشون بدیم. چه کار کنیم بابا؟ کتاب رو باید مجانی براشون بخونیم. براتون بارها گفتم من دبیر که بودم با دوچرخه میرفتم پارک میکردم، اون دوستونم آقای بزرفکن و آقای ابراهیمی و اینا میمدیم یه ماشین، پول بنزینش هم همه اون شریکی میدادیم، میرفتیم کوهنجان، اونجا بهش میگفتیم کنجون تو شیراز، اونجا باید بری درس بدی. یا قبلش دوره شاه اردوی دانشجویی نجف آباد اصفهان که رفتم، اونجا شما وقتی میری به بچه گرسنه درس میدی نمیتونی بهش بگی ای بابا من اومدم اینجا خب یه نهاری هم تو درست میکردی، باید براش شکلات و آب نبات، شکلات که نبود، آب نبات و نمیدونم شیرینی و این چیزا هم ببری، دفترم براش بخری. ما باید یاد بگیریم اینو. ممنونم از اون آقای دکتر بینامونشانی که راجع به پول و یه تومنی و دوزاری و اینها نوشته بود. اگر برنامه رو الان شروع کردید برگردید از اول نگاه کنید تا ببینید. 100 دقیقه با شما بودم امروز. بسه یا بازم بگم؟ بگم؟ چشم. اوکی. خب بریم ببینیم تا کجا براتون گفتم. ربیعی ترسو رو براتون خوندم، فن پاسخ دادن رو خوندم، عضو کنگره آمریکا رو خوندم، رابطه بی رابطه، این دوستمون نار اناری، من نمیدونم ایشون زنه مرده، اسم خودتو بنویس برای همدیگه احترام قائل بشیم، شما منو میشناسی اسم منو میدونی، نار اناری. سلام آقای سوربی، اول مرسی از برنامه های گفتگو و روشنگری با آقای آریانپور. دوم رابطه اجرای برنامه شما همزمان با ترورها در جهان رابطه ای نداره، اما دربارش شما درباره بردی صحبت میکنید. مرسی از شما. والا آقای آریانپور میبینی اینم من براتون میفرستم، شما ببین چیزی میفهمی از این نوشته؟ به دوتا آدرستون فرستادم. اولا همین الان که من اینجا دارم برنامه انجام میدم، یه سفینه‌ای داره میره هوا، یه آدمی داره کشته میشه، یه کسی داره کورتاژ میکنه، یه کسی داره دانشمند میشه. قرار نیست برنامه من در رابطه با اون باشه. منی که آمدم نشستم اینجا مینم یه دیوونه ای رفته چیز کرده، من که خبر ندارم یه نفر اونجا یه دفعه بیاد با کاغذ بنویسه breaking news breaking news، همین الان بنویس که آقای رضا پهلوی رفت توی چلو کبابی و دوباره میخواد یه دادگاه باز کنه. خودم هستم اینجا نشست، من این برنامه ها رو از امروز همینجوری جمع میکنم تا دوشنبه. حالا اگه دوشنبه ساعتی که من برنامه دارم شما نشستی با تنبون جلوی کامپیوتر عرقتو میخوری یا چاییتو میخوری از این تلویزیون به اون تلویزیون، یا تلویزیون آلمانی اروپاییتو آمریکاییتو روشن کردی، ما رو هم مسخره کردی روشن کردی، خب خودت رو جای ما بذار، بی انصاف. من اینجا نشستم زیر این نور و اینها، نگرانم که اینترنتم وصل باشه و این برنامه رو روی آدیو ضبط کنم بعد رو اون بذارم. من چه میدونم که اون دیوانه در نمیدونم سن بارنا فلان آمده 14 نفر کشته، چه رابطه ای ممکنه بین من باشه؟ الان میدونم داری میخندی میگی همین رابطه ای که من تو رو گذاشتم سر کار داری حرف میزنی رابطه بهش میدی. آقای آریانپور و آقای مدنی دیدی چه قشنگ گفتن؟ شما به فکر این نباش که این 3 گروبان رو اعدام کنی. ببین شما چه کار کردید که این 3 گروبانی که توی این مملکت ارتشی‌ها یه احترامی باید داشته باشن یا دارن، یه شغلی داره حقوقی داره، این از جون خودش سیر شده میخواد این خونه خودش آتیش بزنه، چرا اینو میگیری میکشی؟ بیار بشین ازش سوال کن چرا این کارو میخوای بکنی؟ اینا رو بیارید بنشونید بگید آقا چرا تو رسیدی به اینجا؟ توی که بچه 6 ماهه داری، جوون هستی، این همه پول دادی اسلحه، ما چه کار کردیم؟ آمریکا، مردم، نار اناری، سربی، که یه جوونی اینجوری شده. بعد جالب اینه مال کجاست؟ مال پاکستانه. پاکستان کیه؟ دوست آمریکاست. مال کجاست؟ مال عربستان سعودیه. عربستان سعودی کیه؟ دوست آمریکاست.
کی هستن اینها؟ بدترین کشورهای دیکتاتوری. رابطه‌شو فهمیدی؟ حالا ببینم کی انصاف داری. آخر ماه آخر ساله هیچ وقت حمایت کردی؟ اگه قرار بود هر ایمیلی که میزنی $2 بفرستی، آیا ایمیل بعدی ارسال میشد؟ بدتون نیاد، آدمای بدی هستیم، آدمای مفتخوری هستیم. منم مفتخورم، شما هم مفتخوری. این رابطش. خب یک لینکی اینجا دارم، خیلی طول میکشه تا باز بشه. به به، درگذشت آقای منصور قدرخا، عضو شورای ملی مقاومت ایران. این آقای قدرخا حالا مرد و رفت، خدا بیامرزش. خیلی آدم جالبی بود، من یکی دو بارم براش نوشتم که آقا بیا صحبت کنیم، ولی از ترسش نیومد، چون میدونست دیگه اینا که توی شورای ملی مقاومتن، شما نگاه نکن دیگه هیکل و همت از آقای فیلای بزرگتر بلندتر که نداریم، ولی جرئت نمیکنه بدون اجازه مریم آب بخوره. بعدم میگن این کش نیست، این فرقه نیست. اوکی. این آقای منصور قدرخا فیلمساز بود، البته قدرخا اسمش عوض کردن گذاشتن دلارخا. حالا به چه دلیلی هم تو کالیفرنیا مرده، چون نسبتا جوان بوده. البته تو زندگی هیچ وقت نمیشه، شاید من الان امروز از قلبم خراب باشه، خبر نداشتم، یه دقیقه دیگه بمیرم. ولی این آقا خیلی آدم جالبی بوده. یه دفعه اشتباهاً نوشته های بین خودش و یکی از مسئولین شورای مقاومت که بهشون پول میدادن، از ایمیلش و از فیسبوکش اینها در رفت. در صورت الان یعنی دو روزه سازمان مجاهدین نوشته که با کمال تأسف و تأثر و تعلم مطلع شدیم که آقای منصور قدرخا، بعضی ها میگن قدرخا، من فکر کنم این قدرخا هست، قدرخا هنرمند از شورای ملی مقاومت ایران، شب گذشته به طور ناگهانی در اثر سکته در ایالت نوادا در آمریکا درگذشت. چه فرقی میکنه؟ این بودنش برای شما مجاهدین شورای ملی مقاومت چه کار کرد که حالا بکن؟ یه مشتی فیلمی میخواست درست کنه سراپا دروغ، مثل که تمام نشد. یکی از دوستان برای من نشد آقای صوبی حالا تکلیف اون چی میشه؟ گفتم شما یادت میاد توی زمان شاه یه فیلمی بود به نام شب نشینی در جهنم، احتمالا این دوستانم یه فیلمی درست بکنن به نام شب نشینی در جهنم. نشریه پیام سیاه کل زمینه است. خب چیکار کن؟ میندازیم سر لاشه. وقتی $10 حاضر نیستید شما به ما بدید که بریم اینو پخش کنیم، میاری اینقدر میذاری جلو خونه من، من ماکسیموم کاری که میکنم میندازمش تو فایر پلیس. همیشه میگم ای کاش خمینی و دوستانش و اینها مثل شماها خسیس بودن. امروز یه دوستی به نام تیمور برای من یه ویدیوی فرستاده بود، چقدر قشنگ، ای ایرانم، ای سرزمین ویرانم، ای فلان. نوشتم آخه تیمور جان با خوندن آهنگ ایران آزاد میشه؟ ای کاخ خمینی هم نشسته بود توی عراق مثل این مجاهدا تار و تنبک و اینا میزد. الان هم صداش دیگه خوب شده بود، خواننده شده بود، ولی به ایران نمیمد. تا به ایران نری طوری نمیشه. تا مردم رو به اصطلاح اینجا میگن knowledge is power، بعد میگن empower people، یعنی مردم رو قوی کنی از لحاظ دانش یا educatedشون کنی. نمیدونم فارسی یا انگلیسی چیه. آقای مینوی خیلی حرف قشنگی میزن، گفت تهرونی ها به مهدی میگن مهدی، شهرهای دیگه میگن مهدی، در صورت که مهدی درسته، مهدی اون مهدیه که میاد که هدایت میکنه، مهدی کسیه که یعنی این آدم قابل هدایت شدنه. ولی ما فکر کنیم اگه بگیم به مهدی مهدی، تیتیش مامانی شدیم، همونجوری که به سلام بگیم درود. خب میگه که I haven't lost my mind, it is on a disk somewhere. میدونید که این روزا هممون هی یه چیزایی رو میذاریم یه جایی، عکسی رو میذاریم میگیم بعدن نشون بدیم، بعدن ببینیم، و یادم میره کجا گذاشتیمش. یادم میاد یه دفعه خانم شوهر عاصمی حرف قشنگی میزد، میگم من اینو گذاشتم یه جایی که دم دستم باشه، امروز بعد از ظهر که شما رو میبینم بدونم کجاست، گمش کردم. حالا اینم این کاریکاتور یا کارتون هر چی بهش میگین، نوشته که من عقلمو از دست ندادم یا عقلمو گم نکردم. آخه مثلا I lost my mind توی فارسی ما نمیگیم عقلمو گم کردم، ما میگیم از دست ندادیم. اینجا میگه I lost my mind، یعنی من هوش و ذکرمو گم کردم. بعد نوشته که گذاشتمش روی دیسک
ولی نمیدون گذاشتمش یه جایی. بعد یکی دیگه جوابش داده بود که میدونید که این درایو های مختلف، مثلا میگن ای درایو، دی درایو، یو اس بی درایو، درایو های مختلفی داره. یکی از دوستان نوشته بود که برو نگاش کن ببین it may be in your ass drive. اگه انگلیسی بلدید که میدونید، اگه نه خب اب نداره. اهدای جایزه ادبیات ایرانی بیتا با همکاری قسمت مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد به ایرج پزشکیان، این رو چهارشنبه خوندم، نشون میده که من نوشته هام تموم شد و خیلی خوشحالم. امروز جمعه خوبی رو شروع میکنم. به شما پیشنهاد میکنم که اگر جمعه، شنبه، یک شنبه مشروب میخورید، با دوستانتون جمع میشید، سعی کنید بحث سیاسی نکنید، مخصوصا وقتی مشروب میخورید. دومن مشروب اگه میخورید، این شرکت های تاکسیرانی، اوبر، اینها الان با اونا برید و بیان $30 بدید، برید $30 بدید، بیان $60، یه بیزینس این راه انداختین، خودتون، زنتون، بچه‌تون، دیگران رو از خطر تصادف، از خطر دستگیری به وسیله پلیس اینها نجات دادید. تصادف، بیمه، زندان، اینا همینجوری یکی یکی مثل میگن اینجا میگن chain of command، مثل سلسله مراتب به هم وصلن. در صورت اینم پیشنهاد من. و دیگری این که ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی 10 دقیقه دیگه، آقای حسن ارشاد از ایران ویدیویی داره، شما دوستان بهایی رو دعوت میکنه که در برنامه ها شرکت کنید. و من خودم به عنوان کسی که خیلی خوشحالم تلویزیون مستقلی رو سالهاست باز کردم، از شما دعوت میکنم که توی تلویزیون مردم برنامه بذارید، برنامه داشته باشید، نوشته هاتون رو به صورت آدیو بخونید، ما براتون پخش میکنیم، نترسید. آمریکایی‌ها میگن که ما، میگن فلانی مثلا انقدر گرونه که دست و پات میگیره ازه، من میگم ما انقدر گرون نیستیم، ما یا دستتو میگیریم یا پاتو نگرفتن و کمک کردن، قطع کردن و برامون کافیه. ولی واقعا هزینه‌های ما خیلی کمه اگر دوستان بیان شرکت کنن. ولی هزینه‌ها برای یه نفر مثل من که الان دیگه توی سن بازنشستگی هم هستم زیاد و سنگینه. اگر وضع مالیتون بهتون اجازه میده حتما کمک کنید و کمکم دائم بگید من از امروز مثل منوچه قول میدم هر ماه $10 بذارم. من روی $10 منوچه، روی $10 بهروز، روی اون دوست دیگه‌مون میتونم حساب باز کنم، نه که برم حساب تو بانک منحتن باز کنم، میتونم بگم آقا این ما من پول کیبل رو از این دوتا میدم، پول اینترنت رو از اون میدم. ولی اونی که یه دفعه $1000 میده، یه دفعه 20 ماه هیچ خبرش نمیشه، وقتی میگم چی شد میگه آره بیزینس هم فلان شده، اون فایده ای نداره. پول یه قهوه، یه کافیتون رو کمتر بخورین، به خودتونم ضرر کمتر بزنید. به جای کافی از استارباک، از 7-11 خیلی هم کافی خوبی داره بگیرید. نمیخوام یه ساعت به طرف دیدید که حالا ببخشید نمیخوام برای استارباک تبلیغ منفی کنم، ولی میگه بعضیا وقتی پشتشو برمیگردونه از دست چیز ناراحته توف میندازه تو کافی، اذیت میکنن، فوش میدن، روش اسم تو یه چیز دیگه مینویسه. در صورت اینم از این، من چندین سال استارباکس باز شده و اینها، مگر که مجبور باشم، هیچ چیزی اون دور و برا نباشه برم اونجا. اینم که به قهوه کوچیک میگه بزرگ دراز، به قهوه بزرگ میگه فلان. 7-11 خودت میری نگاه میکنی، امروز 20 آنسی میخوای، 16 آنسی میخوای، 12 آنسی میخوای، 10 آنسی میخوای، قیمتش هم خیلی خوبه. 7-11 بخورین، به دیگران هم کمک کنید و حمایت کنید. از اینکه با من بودید و با تلویزیون و مردم بسیار ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم، به امید روزهایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.